Welcome to Timeline Iran. In this episode, we sit down with Hedayat Matin Daftari, grandson of the revered Iranian statesman Dr. Mohammad Mosaddegh. Mr. Matin Daftari carries the legacy of one of Iran's most iconic figures whose premiership and the oil nationalization movement remain pivotal moments in the nation's history. Today, we'll delve into Dr. Mossadegh's life, exploring his childhood, education, and his unwavering commitment to Iran's sovereignty. Get ready for a captivating journey through Dr. Mosaddegh's political career, from his service under the Qajars and Reza Shah to the dramatic events of the oil nationalization and its lasting impact on Iran. به برنامه تایملاین ایران خوش آمدید. در این قسمت با هدایت متین دفتری نوه دکتر محمد مصدق گفتگو خواهیم کرد. آقای متین دفتری میراث یکی از نمادین ترین شخصیت های ایران را خود دارن. امروز به زندگی دکتر محمد مصدق از کودکی و تحصیلات او تا تعهدش برای حفظ حاکمیت ملی ایران خواهیم پرداخت برای یک سفر در مسیر زندگی سیاسی دکتر مصدق از دوران خدمت در حکومت قاجار و رضا تا رویدادهای دراماتیک ملی شدن صنعت نفت و تاثیرات پایدار آن بر ایران آماده شوید. میگن اون کودتای اول اونا کار نکرد، فل کرد کودتای آمریکایی‌ها. چند روز بعد دوباره این حرکتی که آمدن و ریختن تو خیابونا و هم که مثل شما میگین این گروه های مختلف که ریختن خب این رول اسلامی ها بود خود آقای زاهدی هم که من باشون صحبت کردم میگه بعد از پدر من مهمترین فعل تو زندگی من آیت کاشانی بود و میگه منتور من ایشون بودن و اگه به خاطر آیت الله کاشانی نبود کاشانی زاهدی خیلی با هم دوست بوده. خیلی و بگم اگه به خاطر کاشانی و حمایت اون نبود این انقلاب شکل نمی گرفت چرا این از تاریخ ما محو شده چرا ما هیچ کی راجب این صحبت نمی کنه من نمیگم خارجی این کار نداشتن ولی مسئولیت خود مردم ما اینجا چی شده ببینین این چیز این کودت ام... کودتا روز 25 خب قبول دارن و راجبش مثل اینکه تایید میکنن 28 مرداد واقعا کودتای نظامی بود واقعا کودتای نظامی بود و هر چی دیگه که رو به جوش بدن دروغ دارن میگن البته نقش CIA و MI6 اصلا نمیشه قابل انکار نیست اینا مشخصا پشت قضیه بودن برنامه ریزی کرده بودن این کار رو اون روز این برنامه اجرا شده بود و اصلا خیلی خیلی اهمیت داره این قضیه که ببینین اینا اومدن شهر رو گرفتن حالا ریدکاری ها شو من مثلا سرتیب سرهنگ برجسته در یک خاطراتی که داره چون اون روز رئیس دژبان بوده اینا رو با چشم دیده خیلی از مسائل رو اومده مطرح کرده حتی خیانت رئیس ستاد ارتش دکتر مصدق ریاهی رو که با کودتاچی ها کنار اومد به جای اینکه برخورد پیدا بکنه این همه رو مشخص کرده ولی مسئله کودتا اون روز این بود که اینا اومدن خونه دکتر مصدق رو گرفتن و اونام تسلیم شدن پرچم پر سفید فرستادن بیرون برای اینکه کسی کشته نشه تا اون موقع دیام کشته شده بودن اونجا و سربازها اونجا همونطور که تقیه ایرانی هم توی آخر چیزش با مصاحبه با مهران اینو بهش یه اشاره میکنه وقتی که اونجا تسخیر شد تازه اون داردسته لاتولوت های جنوب شهر که طرفدار بهبهانی بودن بهبهانی اونا رو بسیج کرده بود و پول فرا... اما یه پول فراوون هم در اختیارش گشته بودن چون کرمیت میگه به هفتاد هزار دلار اون موقع خیلی پول بود برای اینکه خورد بکنن به هر کدوم از اینا پول بدن اینا رو خرج کردن پول دادن و اینا وقتی که آماده شد قضیه برای قارت اومد تازه محلی رو که دیگه چیز توش جنگی نبود اینا اومدن قارت کردن و حتی در پنجره های خونه دکتر مصدق هم کندم بردن برای نشون بدن مردم بدبخت بودن یعنی هر چی که اونجا بود جمع کردن بردن نه تنها خونه دکتر مصدق خونه دو, 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 فرزندش پسراش هم اونجا مورد غارت قرار گرفت خونه همسایه ها مورد غارت قرار گرفت مثلا یه وکیل دادگستری بود که توی خونه اون پایین میشست در مجاور اینا اونم غارت شد ما خونمون نزدیک بود من, مثلا دیدم که بعد از اینکه تمام سرصدا خوابیده تیراندازی ها, تیر ها تموم شده ارتش اونجا رو به دست گرفته میدم که چرخ خیاطی مادر منو مادر بزرگ منو یه نفر داره تو پیاده رو جلوی خونه ما چون چرخ داشت از این چرخ خیاطی پایی بود نه دستی با, با پا میزدن میچرخید جای چیز داشت یه محل خاص داشت داره یه کسی رو پیاده روی روبه رو اون بر خیابون داره هل میده میبره به طرف شهر نو میره به طرف خیابون سیمتریک، از اونجا باید بره پایین شهر این یکی آفتابه دستش بود یکی چی دستش بود اینا رو بعدا آوردن ریختن اونجا بعد از اینکه شهر, شهر رو به تصرف در آوردن و رادیو رو گرفتن خونه دکتر مصدق رو گرفتن ما رفتن ریختن مقر روزنامه های طرفدار مصدق رو همه رو قارت کردن احزاب رو قارت کردن و هیچی رو باقی نگذاشتن اینا کی بودن؟ بله؟ اینا کی بودن؟ این چه گروه بودن؟ اینا آدمایی بودن؟, آدم بودن که جنوب شهر آدمایی بودن که ببینین آمده، آمده. طیب و تاهر بودن طیب حاجزایی و تاهر حاجزایی دو دو برادر یه کسی بود معروف به هفت کچلون هفت برادر بودن هف... چندین برادر بودن که بهشون معروف شد و هم هم کچل بودن مثل که بچه که بودن دوچار کچری شده بودن بچه که بودن دوچار کچلی شده بودن و معروف بودن به هفت کچلون و از اون آدمای خیلی شرور جنوب شهر بودن که با میدان تربارش تهران در اختیار اینها بود هفت کچلون و طیب و تیب و طاهر و چند نفر دیگه حسین رمضان چی بود آدم. حالا اسمش یادم رفته شید. چند نفر دیگه هم بودن و, و و اون وقت بعد به شهر نو هم رفته بودن از روسپیای شهر نو رو هم پولی داده بودن که اونام بیان بالای شهر ولی این تمام این وقایع آمدن آدما و اون وقت قبل از این قضایی کسایی رو گشتن که تو شهر با ماشین اتومبیل میگشتن مردم هاجواج به اینا نگاه میکردن نمیدونستن این مز... یعنی چیه عکس شاه رو حمل میکردن میگفتن زنده باد شاه من خودم دیدم توی خیابون میدان حسن آباد یه ماشینی رسید شیش... کروکی هم بود شیشفت توش نشستن یه عکس شاه گذاشته بودن دور میدون میچرخید حالا کی مثلا ساعت دوازه زهره یا و نیم دوازه زهره که من اونجا یه کاری داشتم تو میدون حسن آباد دفتر اسناد رسمی اونجا بود اونجا کار داشتم و از اونجا اومدم بیرون دیدم که اینا چی مادر من بود با مادرم رفته بودیم اینا چی هن چی لابد خوب یه عدهی اینا این حرف رو میزنن یعنی کسی اینا رو جدی نگرفته بود اون صبح برای اینکه بگن که قبلا اتفاقاتی افتاد و این مردم بودن اینا این چند تا ماشین رو تو شهر راه انداخته بودن و اینا ماشینا بس با سرعت همه جا رد می شدن. قبل از اینکه کسی بفهمه چیه مامور انتظامی ببینه چیه اینا اینا رفته بودن کاراشونو کرده بودن رفته بودن تو میدونای شهر میچرخیدن چند تا چرخ می‌زدن سر صدا رو می‌انداختن و می‌رفتن و آقای چیز آقای کاشانی هم نقش داشت در این کودتا ولی اون لاتایی که طرفدار او بودن زندان بودن از جمله شعبان بیمخ شعبان بیمخ بعد از ظهر بعد از اینی که در زندان رو اینو رفتن باز کردن و این آدمایی رو که فرمانداری نظامی توقیف کرده بود که کشی کرده بودن و کاری زشت کرده بودن چیز این و فرمانداری نظامی بودن و اونجور نگرشون داشته بودن شب و مخ جز اونهایی بود که بعد از موفقیت کودتا آزاد شد و تا اون رفت و نوچه رو جمع کرد و آورد تا اون رفت و نوچه رو جمع کرد و آورد قضیه از به, چه، به چه صورتی گذشت همه, همه جاهای دیگر رو که قابل غارت بود اینا برده بودن یه کسی به اینا میاد میگه که آقای هوشنگ طالع داستانش رو نوشته به این صورت یک کتابی راجع به بعد از دور 28 مرداد این حزبی بود به نام حزب پانیرانیست و این حزب از مکتب پانیرانیست اومده بود چه سه تا چهار حزب ایجاد شده بود در اون موقع یکیش حزب بون... ملت ایران بر بنیاد پان که بعدا شد بنیادش رو برداشتن فرو شد حزب ملت ایران دبیر کلش هم آقای داریوش فروهر بود اون موقع هم اون او بودش و بعد هم دو سه, سه تا شعبه دیگه سه تا حزب پان ایرانی به به اسامی مختلف بودن مال پزشکپور همینی که تو منطقه بود که جز به تیول شبون بیمخ بود رفتن دیدن هیچ جایی نیست با وجود که پزشبور طرف مخالف دکتر مصدق بود جون مخالفین دکتر مصدق بود پول گرفته بود از این بابت آقای پزشبور رفتن دفتر آقای پزشبور رو قارت کردن و لختش کردن دفتر اومدن گفتم بالاخره یه چیزی هم به ما برسه تو این قضایی و آقای هوشنگ تاله این رو اونجا نوشته تو کتابی داره راجع به همین قضیه اینو نوشته در اونجا روز دیگری هم خانم خانوم هما سرشار هم یه مصاحبه با شبانو و بیمخ کرده در تبعید در لس آنجلس یکی از چیزاش این است که کاشانی رو آورده بودن شعبان بیمخ بعد از اینکه با مصدق برخورد کرده بودن اینا و توی جناح مخالف قرار گرفته بودن این میاد میگه که میخواستن چیزو فشار می که بیان زودتر خدمت آقا که داشت از ماشین پیاده میشد یه حرف خیلی زشتی فوش خوهر مادر به چیز میده به کاشانی میده همون تکرار میکنه تو مصاحبه میگه من دیدم که بهتر که این خار فلان رو اینطوری بیاریمش از ماشین بیرون خار فلان رو اینطوری خیلی حرف حرف رکی که هم هستش میزنه میگه از ماشین بیاریم بیرون نه اینا این چرا اینقدر رول بزرگی پس دادن به شبابی مخ؟ چرا این افرادی که شما فرمودین و مراجبشن رو نمیشتنیم؟ این چیزی که شما فرمودین که شبابی مخ تو زندان بود و تو این قضیه کاری نداشت تا اون آخره چرا تو زمان شاه و تو تاریخ اینقدر رول بزرگی دادن به شبان بیمخ در این کودتا شبان بیمخ چون میگفتن شبان تاج بخش این بعد از اون قضیه شروع کرد باشگاه ایران نیرو راستی رو که دست توده یا بود اونجا رو تسخیر کردن یه چند جای دیگر هم تسخیر کردن و رفتن و اونا رو گرفته بودن غارتشون کردن رفتن بقیه شعبون مون تو صحنه یه در جنوب شهر خیابون ری یه انجمنی تشکیل داده بودن اینا این لاتایی که مسئول این قارت ها بودن و مسئول این چیزا بودن به نام انجمن طرفداران کودت های بیسشت مرداد و از یه سخنگویی هم داشت که خیلی با بلاغت صحبت میکرد راجب این قضایی ها مثلا هر موقعیت دولتی که پیش می اومد جنوب شهر اینا میرفتن اونجا سخنرانی میکردن و از جمله مثلا تولد ولیعهد در بانگاه حمایت مادران که جنوب شهر بود و اونها البته یه مقدار این چاوکش ها رو شروعند علیه شاه با وجود که شعبان خیلی تلاش کرده بود به دلیل اینکه اینا میخواستن مراسم به وجود بیارن بیرون ساواک محکم نگهشون داشته بود که وارد بیمارستان اینا نشن خیلی بهشون برخورده بود ولی داستانشون یه همچین روابطی بود شبون،, شبون, علی میگم شبون علی شبان بیمخ استفاده خوب کرد از این قضایی بلد بود چی کار بکنه برادران رشیدیان بله اونا چه رولی داشتن؟ جد داردست شهر رشیدیان نبود این تا وقتی مصدق از دکتر مصدق وقتی که از کاشانی هنوز رابطه مناسب داشتن و کوشش میگه کاشانی رو نگهش داره به صورتی خب خیلی محبوبیت داشت کاشانی قبلا در, در ایران به دلیل اینکه زمان جنگ بین المللی دوم کاشانی رو اومدن رو انگلیس توقیفش کردن و بردنش به فلسطین و مدت ها اونجا تحت نظر انگلیس ها بود در فلسطین برخورد اینطوری با انگلیس داشت و به همین علت هم به همین علت هم در ایران رفتنش و اومدنش اینا موقع موقعیت های بود برای اینا که محاسب تو محاسباتشون بذارن شا... که ایشون مخالف انگلیسه و مخالف هم بود ولی کودتا براش یه مسئله ناموسی و اینا بودش برای آقای چیز کاشانی داستان کاشانی هستش یه کتابی هست مکاتبات دولت رو با مقامات انگلیسی در اون زمان در جنگ دوم جهانی در مورد مسائل ایران دولت چاپ کرده این کتاب رو یکی از ناشرین دولتی در ایران چاپش کردن و در اونجا این خیلی مشخص اومدن و مد... م... که کاشانی آخه به وقتی که میرن اونجا به منزل کاشانی و کاشانی رو توقیف بکنن توقیف اشخاصی رو که به عنوان ستون پنجم میگرفتن یعنی میگفتن اینا طرفداران آلمان هستن به عنوان ستون پنجم میگرفتن دولت ایران انجام میداد براشون وقتی که توقیف میکردن تحویل اینا میدادن این دولت سوئیلی با اونا کنار اومده بود و اصلا با یه کار خیلی زشتی بود که اتباع ایران رو میگرفتن و تحویل, ب... تحویل بریتانیا میدادن و این خیلی خیلی کار زشتی بود آقای کاشانی با چادر, چادر نماز سرش کرده بود و رفت خونه... خونه, همسایگی از اونجا هم رفتود و سر تهران قایمش کردن مردم و ایشونو مخفی, ن... مخفی نگه داشتن یه دوران خیلی طولانی چند روز چندین روز و ب... ب... بعدا بالاخره دولت با, با چیز با انگلیس ها مذاکراتی کردن و کیش خودش هم اومد خودشو معرفی کرد و معرفیش کردن و بردنش به چیز و تمام مکاتباتش اونجا توی, توی این چیز هست ایشون رو بردن به فلسطین همونطور که سبب و زاهدی رو بردن رفاقت این دو نفر در فلسطین انجام میشه وقتی که هر دو زندانی کی بودن مقامات و بریتانیا در فلسطین بودن رفاقتشون از اون از اونجا شروع میشه شما آقای زاهدی رو فرمانده فرمانده چیز بود فرمانده تیپ اسفهان بود نمیدونم لشکر بود یا تیپ به فرق نمیکنه فرمانده نظامی اصفهان بود و انگلیس ها مقدمات خیلی جالبی چیده بودن چون فکر میکردن این ممکنه با اون ارتشی که اونجا هست مقاومت بکنه فرمانده ارتش بود دیگه و بعد مقد... یک کامیون کماندو آورده بودن که بریزن اونجا و کماندوهای خیلی زبده که بگیرن و ببرن ولی آخر سر اون بیچاره درواز میکنن م... م... دعوا ندارم میخوام ببرین خب بیان دیگه بیان. کسی که خود انگلیس ها دستگیر کردن همین زاهدی بود که فرمانده تیپ بود و بعد اون میران اونجا و میگیرنش و میبرنش یه آقای هست به نام مکلین که بعدا هم وکیل مجلس بریتانیا شد این فرمانده اون چیزا بوده اون کماندوها بوده که رفته بودن زاهدی رو توقیف بکنن در اسفحان یه کتابی هم نوشته ایستن اپروچیز تو کتاب ایستن اپروچیز یه فصلش را راجع به نقش متفقین جنگ دوم جهانی در بالکانه و ضمن این یه فصلش هم گذشته با بابت نحوه دستگیری سرتیب زاهدی و سرتیب بود فکر میکنم اون موقع هم نشده بود هنوز سرتیب زاهدی که در اونجا میگیرن ولی به این دلیل این, این دو عنصر یه محبوبیتی به دلیل که ای ایرونی ها مردم ایران اصولا در جنگ اول و جنگ دوم به خاطر اینکه از انگلیس بسیار بد دیده بودن و انگلیس رو عنصر استعمارگر ایران میدونستند که به حقم بود اینطور چنین بود از آلمان ها حمایت میکردن و اینا تحت عنوان تحت عنوان ستون پنجم به زندان برده شده بودن و یه لیستی بود از اف... زبده ترین افزران ارتش یعنی با سوادترینشون کسانی که بودن که توی درجاتشون رو از جاندارمری مشروطیت گرفته بودن چون وقتی که مشروط خواه در تهران پیروز شدن به این نتیجه رسیدن که باید یه نیروی نظامی موافق خودشون داشته باشن چون در ایران دو تا نیروی نظامی بود در اون موقع بر اساس تقسیمات تقسیماتی که بر, مبنای قرارداد 1907 بین روس و انگلیس انجام شده بود یه قسمت شمال رو گفتن نف... نقطه تحت نفوذ انگلیس جنوب یه مقداری تحت نفوذ انگلیس شمال روسیه اینا نیروی قزاق داشتن در شمال انگلیس ها در جنوب نیروی داشتن به نام ساوت پرشی رایفلز که معروف شدن به توفنگداران جنوب و تنها نظامی هایی که وجود داشتن یه عده بودن که آنابین نظامی و سر اینا داشتن ولی ارتش نداشتن که تو دربار بودن مشروط خواهان اومدن نیروی جاندارم به وجود آوردن و برای اینم که بیطرف باشه و روس و انگلیس درش نفوذ نکرده باشن رفتن افسران مربیانش و سازندگانش رو از سوئد استخدام کردن آوردن من چند روز پیش خاطراتی میخوندم از یکی از سران اشایر و این رفته بود در موقع جنگ بین الملل اول به سوئد خیلی احت... با یه چند نفر ایرانی بودن با خانوادگی رفته بودن اونجا حالا به چه مناسبت رفته بودن مطرح مت... نیستش این رفته بودش اونجا و گفت ما از درک وارد شدیم سویدی ها ب... خیلی به ما احترام کردن و خیلی به ما عزت گذاشتن به دلیل اینکه اون فرمانده سویس... سوئدی که آمده بود نیروی قذاق رو درست نیروی جاندارم رو درست کرده بود کتابی نوشته بود و تبلیغاتی کرده بود به نفع ایران و به نفع و برای ب... 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 رو... چیز کر... توصیف کردن انقلاب مشروطیت و چه اتفاقاتی در ایران افتاده و در نتیجه ایرونی ها احترام خیلی خاصی در سوئد برق برخوردار بودن به هر صورت این یه م... 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 مسئله بوده که همیشه مطرح بود که ایرونی ها طرفداری از نیروی, نیروی میکردن که به همین علت هم مثلا میبینین که وقتی که میخوان دانشجو مجلس دوم وقتی که قانونی تصویب میکنه برای اینکه یه تعدادی دانشجو بفرستن به خارج برای تحصیل در رشته که در ایران وجود نداره فرانسه رو انتخاب میکنن چرا فرانسه در ایران نیروی استعماری نبود این دوتا فرانسه و این آلمان به خصوص کتایی بودن که مورد انتخاب مردم بودن شما میبینید در اون دوره هر کس میخواست به اروپا میرفت پاری، میمد پاریس پاریس میرفت فرانسه کسی انگلیس نمیرفت خیلی به ندرت بود که مثلا کسی به انگلیس بره یا برای تحضیل به انگلیس برن و و برای این شرایط زمان اینطوری بود و در اون جنگ دوم جهانی تمام افسرهایی رو که توقیف کرده بودن به عنوان ستون پنجم برده بودن اونجا آدمای بسیار محترم که اصولا فاشیست نمیتونستن باشن هیچ کدومشون مثلا یکی از یکی از معتبرترینشون سلشکر آقفلی بود آزادی خواه بشروت خواه فرمانده فرمانده یکی از ستونهای ارتش یکی از فرمانده معروف چون بعدا اون وقت این دو،, این دو نیرو با اون نیروهای بعدی ادغام شدن موقعی که چند سال بعدش حالا اون رو مربوط نمیشه به کار ما به حال اینطوری بود یا اینکه مثلا چندین وزیر وزرای سابق نخست وزیرای سابق نمیدونم قضات درجه یک دادگستری مثل, مثل مثلا رئیس دیوان کشور آقای میزالی خان هیئت اینا همه توقیف شدن به عنوان ستون پنجم و یک کانسنتریشن کمپ به قول انگلیس درست کرده بودن با سیم خاردار اینا تو بیابان نزدیک سلطان آباد عراق یا عراق و همه رو برده بودن اونجا نگه داشتن ولی زاهدی و, و کاشانی رو نبردن اونجا اینا رو بردن به فلسطین در فلسطین چه اتفاقی بین اینها و انگلیسی افتاده ما نمیدونیم و هیچ کسی هم راجبش هیچوقت وقت ننوشته خود و اونها هم هیچ وقت راجبش صحبت نکردن کسی هم سوالی درباره اونها نکرده که در فلسطین چه خبر بوده خیلی موقع حساسی هم دو, دو تاشون برگشتن ایران بله خیلی موقع حساس بودش با کاشانی بخصوص خصوص موقع اومد که مردم ب... بسیج کردن شهر تهران رفت به پیشوازش به خاطر آدمی بود که با انگلیس در افتاده بود و رئیس مجلس شد <applause> رئیس مجلس هفته هم برگردیم بله. دوران مشروطه و خواهیم راجع به آقای مصدق شما بیشتر آشنایی پیدا کنیم باشون یه خود به ما توضیح بدین راجع به کودکیشون تا جوانیشون ببینید دکتر مصدق پدر بزرگی بنده ده, ده یازده سالش بود توی یعنی فاصله بین ده و یازده که پدرش فوت کرد و در نتیجه از هدایت پدر محروم ماند ولی پدر دکتر مصدق یکی از طرفداران میزتایخان امیر کبیر بود تاریخ دوران ناصری رو اگر مطالعه بکنین شما میبینین که در اون تاریخ دو تا گروه وجود داشتن گروه محافظ کار که اشخاصی مثل میزو یوسف مصطفی الممالک جز رهبراشون بودن و گروه میهندوست و در واقع, واقع پیشرو که رهبرشون میزتای خان امیر کبیر بود اگه بخوایم به اون انابین امروزی اینا رو تبدیل بکنیم ما خیلی جالب وقتی که مثلا امیر کبیر رو میکشن یه از آدم زیاد بیکار میشن بعد از اون وقتی میز حسین خان سپه سالار میادش بعد از صدر اعظم نوری صدارت رو به عهده میگیره میبینین تمام طرفداران امیرکبیر کبیر میرن سر کار و طرفداران میز یوسف و طرفداران طرفداران چیز صدر صدر اسوانی میز نوری طرفدار میزا, میزا نوری همه بیکار میشن شما دکتر مصدق تو خاطراتش هم اینو اشاره کرده چون ببینین سن الان سن بالا رفته است. معدل سن بالا خیلی بالا رفته اون موقع اشخاص به چل به 40 سالگی که میرسیدن میگفتن اینا دیگه پیر شدن در نتیجه بچه یازده ساله در جریان مسائل روز قرار می گرفت و حتی شغل پیدا میکرد و بعضی وقتا یک شخص دیگه گمارده میشد که بهش کمک کنه که کار یاد بگیره دکتر مصدق اون زمان در زیر نظارت برادر بزرگترش که عکسش هم اینجا ما داریم به دیوار برادر بزرگترش که وزیر دفتر شده بود به جای پدرش نقش مستوفی کل یا رئیس دفتر چیز رو داشت میز حسین وزیر دفتر رو داشت بهش میگفتم مصطفی کل یا چیز یه, یه عنوان دیگه هم داشتش حال نقش این رو داشت یعنی زیر دست پدر از این از زمانی که خب بنده خودم رو میبینم وقتی من به بچه 6 ساله بودم تو تمام امور میخواستم دخالت بکنم تو خونه ایمام خونه سیاسی بود و می اومدن می رفتن صحبت ها بود انتخابات بود فعالیت انتخاباتی میکردن ما تو همه اینا شرکت داشتیم دو پدر دکتر مصدق در همون دوره در خود دکتر مصدق نزد پدرش کار کرده بود تو خاطرات ایشون می نویسه که صدر اعظم عوض شد بعد از مشروطیت بودش یا قبل از قبل از مشروطیت بود صدر اعظم عوض شد ما هم همه بیکار شدیم یعنی صدرعظم صدر پیش پیشرو رفته، محافظ کار اومده جاش یه همچین چیزی، یعنی تو این گروه بندی ها که میخواین در نتیجه دکتر مصدق تا وقتی که پدرش بود، یک رشد اساسی در اجتماع و در چیز کرده بود، یعنی مثلا عکسی هم هستش که پدر دکتر مصدق نشسته و تمام کارکنان وزارت دفتر استیفا دورش جمعن باش عکس گرفتن دو پسرش هم دو پسر دو پسرش هم یکی کوچکترین فرزند که دکتر مصدق باشه یکی بزرگترین یکی پسر دوم که میزه, میزه علی خان موثق سلطنه باشه این دو هم رو عکس هستن یعنی این دو هم از کارکنان وزارت دفتر استیفا بودن و البته اون مردی بود سی 40 ساله ایشون نوجوانی بود یازده ساله وقتی پدرش فوت کرد و پدر دکتر مصدق هم خب خیلی نفوذ داشت روی این قضایا خب مادر دکتر مصدق یه شیرزنی بود که حرف داشت بزنه نظر داشت بگه و دکتر مصدق زیر نظر او بعد از اون قضایا زیر نظر او تربیت شد و حتی موقعی که رفتن به تبریز یه دکتر م... مادر دکتر مصدق برادرش در تبریز قام مقام ولیهت بود در تهران که پدر ایشون فوت کرده بود مادر دست دکتر مصدق می رو میگیره میبره تبریز در تبریز خب ایشون با بسیاری از آدم های مهم برخورد پیدا میکنه آشنا میشه و خیلی از مسائل حقوق، حقوق، چیز رو یاد میگیره و نظارت در اون، از اون به بعد مادرشه چون یه موقعی در مورد چه مسئله یادم نیست فکر میکنم تز دکتر مصدق بود که صحبت های خیلی زیادی کرده بودن و ایشون رو اتام، متهم کرده بودن به خیلی از چیزها در یه سخنرانی که برای وکلای مجلس هفدهم زیر یک چادر خیلی بزرگی که به پا کرده بودن به دعوت دکتر مصدق وکلای انتخاب شده دوره دوره هفته دعوت شده بودن اونجا که دولت قبل از افتتاح مجلس نظراتش رو مسائل روز مملکت رو به صورت گزارش به اینها بده در اونجا ایشون توصیف میکنه که به من بدگویی کرده بودن و منو متهم کرده بودن به کاری حالا یادم نیست چه کاری و من ناراحت شدم در طوری که تب کردم رفتم خونه خوابیدم انقدر عصبانی شده بودم که تب کردم و خوابیدم مادر من اومد بالا سرم و گفت که نه به خدا تو باید بدونی اگر میخوای وارد سیاست باشی این مال دوران جوانشه دیگه اگه میخوای در سیاست باشی بایستی تحمل تمام این چیزها رو بکنی و پوستت هم باید کلوفت باشه و تحمل اگه میخوای کاری نکنی خب یه چیزی ولی اگه میخوای مثبت باشی و تو سیاست باشی و برای در نقش داشته باشی در آینده مملکتت بایستی خودتو حسابی با خودت کنار بیای و تحمل تمام این چیزها رو هم داشته باشی و برخورد لازم بکنی برو پیکارت بلند شو بلندش میکنه و دکتر مصدق وقتی اینو داره توصیف میکنه البته من نقل به معنا کردم نقل به متن نیستش وقتی که اینو داره توصیف میکنه برای وکلای مرد دوره هفته هم بغض خیلی عمیقی گلوش رو میگیره و مدتی صبر میکنی که بغضش بره بتونست صحبتش رو ادامه بده نقش مادر خیلی مهم بود به خصوص بعد از 11 سالگی که دکتر مصدق رشد اساسیش رو در اون دوران در انقلاب مشروطیت انجام میده شما در خاطرات دکتر مصدق که ببینین صحبت میکنه از انجمن انسانیت که انجمنی بوده که برای دفاع از مشروطیت بعد از اختلافاتی که بین محمد علی شا و مشروط خان پیش میاد که منجر به توپ بسن مجلس میشه اشخاص... اشخاصی که در تهران بودن انجمنهایی تشکیل میدن و نیروی نظامی هم فراهم میکنن یعنی همشون مسلح میشن که از مشروطیت دفاع بکنن در مقابل نیروی شاه که متوجه بودن که یه روزی به اینا حمله به مجلس حمله خواهد شد و این ان... از جمله از, از... از... سکنه یعنی کسانی که مربوط میشه به ولایتشون محال سلاسه بود محال سلاسه یعنی آشتیان و تفرش و آشتیان تفرش و گرکان و از توابع اونها فرهان که محلی بود که میرزا تربیت میشد در اونجا و میرزا ها بیشتر می اومدن مشاغل رو می گرفتن و میستایخان امیر کبیر و معلمش میزه ابوالقاسمه قائم مقام قبلش میز و بزرگ قائم مقام و تمام اینا مال همون منطقه بودن دکتر مصدق هم مربوط خانواده, خانواده, ما مال آشتیان ما همه ما هممون مسقط و آشتیانه و اینا جمع میشن همه در تهران اونایی که آمده بودن اون میرزاهای آشتیانی میان جمع میشن آشتانی و تفرشی و گرکانی و فراهانی و فمی و اینا جمع میشن یه انجمنی درست میکنن به نام انجمن انسانیت یا اسمش انسانیت بود یا چیز دیگه حالا به هر حال تو خاطرات دکتر مصدق هم هست که چیز کرده انجمنی درست میکنن و این انجمن اولین وظیفهش این بوده که آماده بشه از لحاظ حربی یعنی مسلحی مسلح بودن برای دفاع از مجلس و فرمانده و دکتر مصدق رو هم تعیین میکنن به عنوان فرمانده این نیرو به عنوان فرمانده این نیرو ایشون و اعضای انجمن پول جمع میکنن چیز میکنن اصله میخرن چون اون زمان تسلیحات به غیر مثل امروز نبود اون زمان تسلیحات به چه،, به چه صورتی بود؟ دولت و مخالفین دولت یعنی مشروطخواها اسلحهشون رو از کجا میخریدن؟ از همون تاجری که دولت میخرید اینا میخریدن از همون تاجری که اینا میخریدن دولت هم بخرید یعنی از لحاظ تسلیحات یه برابری بین دولت و غذاق و نیروی چیز وجود داشت نیروی مشروطه وجود داشت اینا برای کمک به نیروی مشروطه و ژاندارمری این کار کرده بودن و خبر آوردن که حمله شده داره میشه به مجلس ما رفتیم دو نفر دیگر هم که قرار بود با من همراه باشن من خبر کردم و ما رفتیم به مقر انجمن سریدار ما اونجا بود و هیچ کس دیگه نبود بودیم آقا توفنگار هم برده بودن آقا این چی شده؟ من سریدار گفته بود که آقا فلان کس که من اسمشم خوشبختانه برای او یادم نیست که عضو انجمن مال تفرشم هست این آمد اینجا همه رو مرخص کرد و اصله ها هم داد بردن و ما دست از پاک دست از پاک بعد از تلاشی که کردیم ایدر جمع بکنیم که پیداشون نمی کردیم دست از پاکوداتر راه افتادیم به طرف مسجد سف... مدرسه سفه سالار که ببینیم که چه کمکی میتونیم بکنیم سه چهار نفر هم تعداد کمی هم بودیم که وقتی که اونجا دیدیم که جنگ دیگه مغلوبه شده مدرسه به توپ بستن و همه یا دستگیر شد یا زندانی شدن یا فراری و ما هم فرار کردیم یعنی دکتر مصدق مقصود ما از از ما دکتر مصدق میگه ما فرار ما هم فرار کردیم و رفتیم مخفی شدیم می گفت بعد از یه مدتی موقعیتی پیش اومد که گفتن خب نه دیگه همه آزادن و میتونن این ور ور برن ما رفتم به مناسبت یه کسی رو در باقشا ببینم اونجا بود که کمپ شا بود من دیدم اون رفیق تفرشیمون با ممدلیشا ساخته بود که اومده بود همه رو مرخص کرده بود ولی دکتر مصدق یه همچین نقشی داشت در یعنی در سنی بود که میتونست تو انقلاب مشروطیت نقش مهم داشته باشه و با فرمانده افراد مسلح محال سلاسه بود اونجا رو بهش میگن محال سلاسه اون زمان میگفتن الان دیگه نه تقسیمات کشوری چنین چیزی نداریم زمانی بود که بعدش خارج شدن از ایران بله بعد از این زمان خارج شدن از ایران نه از ایران خارج شد برو باری که خب بله مصدق ایشون ایشون رفته بود اونجا که باری کلا ایشون رفته بود اونجا که تذکره بگیره یعنی پاسپورت بگیره گذرنامه که بره به خارج برای تحصیلات از اونجا میشه که دکتر مصدق شروع میکنه به تحصیل علم تحصیل کردن ولی قبلش هم ایشون خاطراتش اشاره دیگه ای داره که من دیدم که خب بایستی رفت و علم جدید رو یاد گرفت مدرسه مدرسه علوم سیاسی هم در ایران تاسیس شده بود به همت میز مشیر دوله بزرگ مشیر دوله پدر میزه حسن و مطمئن الملک به همت او مدرسه سیاسی هم درست شده بود ولی ما رفتیم مدرسه سیاسی درس بخونیم گفتن شما زیادی سنتون بالا رفته و ما شما سنی رو که بیم دانشجو باشین اینجا نداری در نتیجه من از معلم های چیز کردم بیان رو سر خونه به من درس بدن از اون به بعد بود که ایشون رو شد رفتش به فرانسه آمد به پاریس ایشون اومدن به پاریس برای چیز برای مدرسه علوم سیاسی پاریس اونجا از شروع به تحصیل کردن که داستانش مفصله راجب تزشون به من خود توضیح بدین لطفا والا بنده نسخه از اون تز اینجا دارم وسیعت در اسلام با, در اسلام. با مقدمه این راجب حقوق اسلامی و قوانین اسلامی این من هیچ وقت نفهمیدم چرا ایشون ببینید در اون دوران همه به دنبال این بودن که ببینن حقوقشون چیه آقای محمد علی فروغی آقای محمد علی فروغی که پدرش اولین رئیس مدرسه علوم سیاسی تهران بود خودشان معلم اونجا بود در سال 1315 در تهران هنگام افتتاح دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی سخنرانی میکنه چون موقعی که این دانشگاه رو ساختن این دانشگاه دانشگاه در تهران وجود داشت ولی کمپس به اصطلاح امریکایی ها نداشت در زمان رضا یک کمپس برای اونم به همت میزه علی اسقرخان حکمت و آقای اسماعیل مرئات که اینا دو فرهنگی خیلی مهم بودن در اون دوران و بازمانده های انقلاب مشروطیت و اینکه میخواستن برنامه ها پیاده بشه به همت اونها و یکی از شاگردانشون که رفته بود این چیزها رو دیده بود این دانشگاه های مجموعه ای رو دیده بود وقتی افتتاح دانشکده حقوق بودش یعنی مدرسه علوم سیاسی مدرسه حقوق جدا بود مدرسه اقتصاد هم جدا بود این ستا رو جمع کردند کردن یک دانشکده با این عنوان و اون روز روز 15 همه، روز پون، 1315 روز 15 خیر در سال 1315 فروغی میاد برای, افتت... برای سخنرانی افتتاحیه رو بکنه ایشون میگه ما وقتی که دست آ... مشیر دوله از, ما خواست... از پدر من خواستش که بیام مدرسه علوم سیاسی رو برقرار بکنم ما رفتیم اونجا برنامهش رو ریختیم ما همه چیز تدریس میکردیم جز حقوق در ایران چون در ایران حقوق وجود نداشت حقوق بیان سلطنت بود. سلطنت استبدادی. در نتیجه باید اقدام میکردیم از همه جانبه،, همه جانبه که حقوق در ایران ایجاد بشه. چون اگه دقت بفرمایین مدرسه علوم سیاسی تهران دو سال سه سال قبل از انقلاب مشروطیت تأسیس شده. با مشروطیت با این مسائل حل بود و میتونستن راحت کارشون رو بکنن ولی دو سال سه سال قبلش بود میگفت تلاش بر این بود شما اون دوره رو نگاه بکنین یه عده زیادی از کسانی که اه، تو اه، با انقلاب مشروطیت بزرگ شده بودن و کار کرده بودن و شرکت درش داشتن یا نظرات فکری داشتن برای چیز همه در این فکر بودن که راجب حقوق و اون چه که در, در ایران به عنوان حق و... وجود خواهد داشت صحبت بکنن و کار بکنن و اقدام بکنن مثلا در دوره مجلس سوم یه آقای فاطمی بود قاضی بود و عضو مجلس بود یا نبود من نمیدونم با چند نفر دیگر رو مجلس معین میکنه برن قانون مدنی بنویسن یه دیر معین میکنن که برن قانون قانون مجازات عمومی بنویسن یا سایر قوانین رو تهیه بکنن تا میرسه به زمان داور و جانشینای داور در در اون دوران همه علاقه داشتن جنبه های مختلف حقوقی رو بررسی بکنن وقتی دکتر مصدق صحبت از مقدمه حقوق اسلامی و به عنوان مقدمه کتابش این رو می نویسه و بحثایی که میکنه بیشتر یه نوع مبحثی است که ایجاد کرده برای کم... کمک کردن به پیشرفت حقوقمند کردن جامعه ایران و میخوام بینیم مثلا راجع به چی میخوام بگن و بعد در... در, قانون مدنی چه خواهد اومد اینا تمام به این دلایل بوده شما اگه مقدمه این اه... تز رو دقت روش کرده باشین این مقدمه راجب حقوق اسلامی به طور عادی کاملشه که ریشاش چی بوده از کجا اومده نمیدونم ارتباطش با حقوق روم چی بوده و سایر مسائل چه قسمتایش رو میشه،, میشه چه اجرا میشه و جزئیات دیگه که اینا مطرح مطرح کرده بودن ایشون مطرح کرده بود وقتی ایشون آمد به تهران عده دلایلی مخالف داشت چه سالی برگشتن ایران؟ ایشون در سال قبل از جنگ بینونل اول برگشت از نوشاتل به ایران قبل از جنگ بینونل اول 1114 چه فضای سیاسی بود در جنگ جهانی اول اون قطعی بود، سپنش فلو بودش، جنگ در ایران بود این چه اثری گذاشت رویشون؟ خیلی مهم بود اینا این ولی اگه اجازه بدیم من این نکته دیگر رو بگم وقت شما اینو اینو دنبال میکنیم چشم ایشون وقتی که آمد به ایران به دلایل اختلافاتی که بود شروع کردن برای صحبت از اینکه این رفته فرنگ دکترا گرفته و حرف حرف اجنبیان رو روی کاغذ آورده و غیره و غیره و این باعث تحریم بشه و ایشون با تحریم بشن کی اینو مطرح،, مطرح کرده بودن اون موقعی بود که دانشکده حقوق هم در, در یعنی در واقع مدرسه حقوقم در ایران تاسیس شده بود سه نفر از فارغ و تحصیلان مدرسه حقوق رو ایشون خواهش میکنه که بیان خلاصه ای از این کتاب رو ترجمه بکنن که همون قسمت مقدمه مقدمه, 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 مقدمه چیز بود مقدمه حقوق بحث راجع مقدمات حقوق اسلامی از این توبت ها و اینو چاپش میکنن و پخش میکنن که مردم و علما بخوانند و بدانند که ایشون خلاف شهر حرفی نزده و یعنی نه میخواستن کبابش کنن که رفته فرنگ درس خونده اومده یه همچین مسئله بودش من فکر میکنم به این دلایل و اون مقدمه خیلی, خیلی خیلی کار خیلی اساسی و مهمیه و کمک خیلی مهم فکری در ب... مبسوط کردن در بس دادن به تلاش ایرانیا برای ساختن قوه قضایی یعنی عدلیه و عدالتخانه خانه اون چیزی که تو انقلاب مشروطیت بهش میگفتن ادالت خانه و این خیلی مهم بودش در اون دوران همون قضیه مریض شدن شد به سخنان مادر ایشون و تمام اینا مربوط میشه به همین قضیه و... نسرولای سه نفر از چیز، یکی نصرالله انتظام یکی علی معتمدی و یکی هم احمد متین دفتری این سه نفر مترجمین تز دکتر مصدق بودن که هر مقامات خیلی مهم بعدن پیدا کردن و تو جامعه ما هر کدوم به سم خودش یه محلی رو پیدا کردن در جامعه ایران هر سه اینا ولی اینا سه جوان رو که فارغ و تحصیل شده بودن از مدرسه حقوق انتخاب کردن که بیان اینو تحصیل چون مدرسه حقوق دروسش هم همه به زبان و فرانسه بود همه فرانسه دون بودن جنگ جهانی اول در کشور ما روسا، انگلیسا، عثمانی داشتن جنگ میکردن دولتی به اون صورت نبودش که کنترلی از کشور داشته باشه ارتش نداشتیم قطعی بود، مریضی بود، وبا بود، سپنش فلو بودش خیلی وضعیت ضعیفی داشتیم ما روی روانه ایشون چه اثری گذاشتیم دارن؟ ایشون خیلی سخته ولی ایشون, یه ای آدم, ای آدم بود که یه آدم بود که معتقد به قانون بود و فرزند انقلاب از فرزندان خیلی اصیل انقلاب مشروطیت انقلاب مشروطیت ما رو سال به جلو برد و ایشون یکی از اینوی بود که با این جلو رفت و شکست اون مشروطیت و ایران در این حالت مشروطیت ایران در ایران شکست نخورد هر چی که بعدا ساخته شد مربوط به مشروطیت میشد بین 1913 تا 1919 چی تو مغزشون میگه هیچ ب... 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 اصلا بعید نیستشون ما در تمام طول جنگ جهانی اول فعال بود خیلی فعال بود و همه ببینین مشروط خواهای اصیل همه دنبال قانون بودن همه دنبال حقوق بودن و همه دنبال ادالت خانه بودن و فکر میکردن با این س... با این عناصر جمع بشه با هم دیگه که یک وحدتی هم با هم دارن مملکت ما قانونمند میشه حقوقمند میشه و اصلاح میشه و زحمت عظیم کشیدن در این راه و شما آقای دکتر هادی عنایت یه تز داره به تز دکتراش رو به انگلیسی راجع به همین قضیه نوشته و این تز ایشونو که شما نگاه بکنین با مطالعات خیلی دقیقی که رفته کرده هم در ایران هم در انگلیس هم در جاهای دیگه و اسناد و مدارک رو دیده میبینیم که هر اتفاقی که میفته مثلا دوره هستش که دولت ها مثلا یه ماه بیشتر با... ب... باقی نمیمونن استفا میکنن میرن یا رای عدم اعتماد میگیرن از مجلس میرن به پیکارشون یه دولت جدید میاد یا رئیس جمهورها، نخست وزیر عوض میشه. این آدما فرق نمیکرد که افکار سیاسی شون چیه. در کدوم مرحله و در کدوم طبقه ایستادن، ایدولوژیشون شون چیه. تندرو ان، هن، کندرو ان، هن, هن، لیبرالن، هن، دموکراتن هن یا هرچی. هر هرچی بودن این چمدون کار چیز رو کار مدالتخانه خانه رو یعنی ساختن عدلیه یکی که زمین میذاشت یک ماه وزیر بود کاری هم نتونست بود بکنه ولی حفظ کرده بود قضیه رو یکی که زمین میذاشت بعدی از بلندش میکرد هیچ وقت این زمین نموند در طول این دوران شما بررسی بکنید هیچ وقت این تو زمین نموندش همیشه داشته شد و بعد ببینید کارهای خیلی عظیم کردن این قوانین اولیه که قوانین لازم بوده اینا نشستن تایید کردن تو همون دوران جنگ دو... اول رئیس مدرسه سی... سیا... رئیس مدرسه سیاسی آقای چیز بود آقای آقای م... ولی الله خان نصر بود آقای میز ولی خان نصر بود نسبتی به اون آقای نصر دارن که بعدا تو دفتر فرح بود خودم حسین نصر, نصر؟ و... پدرش بود پدر حسین نصر بود ولی بلیو… الله ولی خان نصر دکتر مصدق میگه شما رفتین تحصیل کردین چی کردین و آمادگی های رو دارین امس.. امسال ماه شهر ماه در مهر ماه ما که اون موقع این ماه های شمسی هنوز اسمش تغییر نکرده بود شمل و جور و سوز جوز عمر و سور و جوزا میگفتن به جای فروردین اردی بشت اینا به هر حال ما لازم است که مدرسه که افتتاح میشه درس آین دادرسی مدنی رو داشته باشیم دستور بهش میگن دستور در محاکم حقوقی دکتر مصدق یه تابستونه کامل رو لیلاغ نرفت ببینیم ما مردم ایران نومدن هر جا برین یه اولیا هست،, هست یه ده ده اولیا هست یه ده سفلا یه منطقه یلاقی این اشیره هست منطقه قشلاقیشون هست شهر نشینا یلاق قشلاق میکردن و این خیلی مهم بود که تابستون شما یلاق برین و گنه میگفتن زمستون مریض میشین اگه یلاق نرین هر طوری شده به خودتون رو به یلاق برسونید یک تابسون رو ایشون در زیر زمین در تهران زندگی کرد و یلاق نرفت به گفته خود ایشون که به بنده گفت فرمودن یه موقعی تعریف میکردن و موندن و کتابی نوشتن به نام دستور در محاکم حقوقی تدریس میشد تدریس شد در چاپ هم شد به خرج خود دکتر مصدق و با, 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 کمک هایی که و نه دیگه خود خود خرج خود, خود, خود دکتر مصدق اینو چاپ شد برای دانشجویان و برای دیگران که علاقمند بودن توضیح می شود. که من این چند ساله اخیر یکی از اساتید امروزی حقوق در تهران این رو برداشته و تجدید چاپ کرده با مقدماتی و مقدمه ای که کار خیلی, مهمی کار خیلی مهم می هم هستش شما اگه اینو ندیدین ندیدین زحمت خوبی روش کشیده شده و ایشون اول سال آماده بود برای تدریس آین دادرسی اون چه, اون چه که بعدا اسمش شد آین دادرسی مدنی یعنی اساس حقوق در این است که شما وقتی که به دادگاه رو مراجعه می چه حقوقی دارین که برای اینکه دردتون رو بتونین بیان بکنین دعواتون رو بتونین مطرح بکنین همینطور در مورد جزائیات و در مورد غیر جزائیات این, این, هستش همیشه و دکتر مصدق وظیفه خودش میدونست که اونجوری که در غرب رفته یاد گرفته و میشه میشه کاربوت داشته باشه در ایران اینا رو بایستی معرفی کرد به حقوق پارلمانی برداشته راجب مالیه همینطور یا دیگه بازم چندی لیست چی لیست تمام صورت تمام تعلیفات ایشون که همه را مجانا با پول خودش درست میکرد و به همه میداد که اینا بخونن و برن ازش استفاده بشه برای ساختن ایران نوین بینید تنها مختلف مصدق نبود که این کار رو میکرد سایر مشروط خواهان هم هر کدوم در محل شغلی خودشون این برنامه هایی رو که پیشبینی شده بود در انقلاب مشروطیت به یه صورتی آوردن و به منصه ظهور رسوندن و چه در مورد مسائل مربوط به معارف و, و تعلیم و تربیت چه در مورد مسائل مربوط به امور مالی و چه سایر مسائل و امور خارجی دکتر مصدق یکی از آدمای بسیار مهم و که در ردیف بالای 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 این جنبش ادامه جنبش مشروطیت قرار گرفته بود در این کار شرکت کرده مثلا ایشون میاد میبینه که شخصی پیدا شده کتاب سیت سیت آنسیان نویسندهش الان یادم نیستش توی چیزا هستش توی نوشتجات دکتر مصدق هستش و اینا سیتر رو ترجمه کرده خب این باستی چاپ میشد و ایشون میبینه خیلی مهم مهمیه نصر فلسفی ترجمه کرده بود ایشون خرج چاپ این خرج چاپ این و توضیحش رو بجانن به تمام کسانی که مایل ما هستن وارد مسائل مسائل فلسفی بشن توصیه میکنه و پرداخت میکنه تا آخرش رو ولی اون دوران یه همچین جنبشی بعد از مشروطیت بودش که برنامه های مشروطیت به ننبنسی ظهور برسه خیلی از برنامه های مشروطیت رو همون مشروط ها در نظام بعد از کودت های 1299 اجرا کردن و به شکل دادن رزاشا هم خب، اصلا خبر نداشت که اینو دارن چی کار میکنن کار خودشونو میکردن اینا اون بیشتر میخواست, میخواست قدرت رو حفظ بکنه تا چیز دیگری ولی به هر حال اینو این که مشروطیت اونطور که عرض کردم خدمتون ما رو دویست سال جلو برد رسون به یه جایی که به هر حال شنش بود و بایستی اونجا می بود و این داستانی است که تنها امروز اون روز مطرح نبود بعد از جنگ های ایران و روس شروع شد که منشستن اینا فکر کردن هم آقا امیر کبیر قام مقام و بسیاری دیگران که حالا اسامیشون سر زبون نیستش به این صورت که در پایتخت تبریز پا تبریز مقر حکومت ولیعهد بودش عباس میرزا و اونجا یه نوع پایتخت در پایتخت دوم بود و مسئول امور حربی با روز نمید آقا ما که در جانفشانی کم نگذاشتیم و آدم ارتشمون هم خیلی خوب بود تاکتیکای های نظامیمون هم خوب ولد بودیم چرا ما شکست خوردیم انقلاب مشروطیت از اونجا شروع میشه که آقا بایستی ببینیم این چرا ما شکست خوردیم میگن که ما با دنیای جدید از دنیای جدید عقب موندیم بایستی بهش برسیم که کتاب کلمه مستشار و دوله خب خیلی اهمیت داره کلمه قانون اصلا تمام انقلاب مشروطیت بعد از این قضایی که تو تبریز شروع میشه با این, ش... با این ادامه پیدا میکنه که آ... مستشار دوله از ف... پاریس میاد اونجا کنسول بوده کنسول بوده فکر میکنم و از پاریس میاد و یه کتابی مینویسه به نام یک کلمه تمام میگه درد ما و نداشتن این یک کلمه است و اونم قانونه این... این, یک فرهنگی شد برای ما در اون دوران که بیایم و قانونمند بکنیم کشورمون رو خود آقای دکتر مصدق توی یک جایی از خاطراتش میگه و ایشون می برمام تعریف کرده بود تعریف کردن رضاشا میاد و کلاه پهلوی درست میکنه و کلاه پهلوی رو اجباری میکنه داشتنشو و یه نوع کار برای خ... اعمال خشونت و ارعاب مردم و کوچه کردن مردم برای اینکه بشه حکومت استبدادی رو ادامه داد دکتر مصدق راجب شیخ الله نوری چه عقیده داشتن؟ اینجور مشروط خواه بود دکتر مصدق مشروط خواه بود و اون رو که مشروط خواهان میخواستن ایشون هم میخواست و قاعدتا شیخ فضل ضدیت داشت با مشروطیه و ایشون نمیتونستن هیچ تحملی داشته باشن نسبت به شیخ فضل الله ولی جایی که چیزی نوشته باشه با شیخ فضل الله من یادم نیست و تو خاطراتی که بر ما تعریف میکردن ما عقلمون نرسید از ایشون این سوالو بکنیم بنده, بنده و مریم و سایر اولاد دکتر مصدق ما مرتب ازشون سوال میکردیم منتاش خیلی سوال ها بود که اون موقع عقل ما نمی رسید بپرسیم حتی خیلی دوست داشتم ببینم ما هرچی چی پر... ایشون جوابش رو فوری خیلی قشنگ به گویا برای ما تعریف می بریم چلو هزار جنگ جوانی اول تمام شد انگلیس ها بر میگردن به ایران میخوان ببینید ده... نکته راجع به شیخ فضلالله که میگفتین اینم داشت داشته باشین مسئله نیست که شیخ فضل الله میخواست قانون نداشته باشه شرع مقدس حکومت بکنه و دکتر مصدق طبیعتا نمیتونست با شیخ فضل هیچ چیزی داشته باشه هیچ خصوصیتی داشته باشه و شیخ فضل تا جایی رفته بود که بنابر اون چه که من توی رو... نوشته های کسروی دیدم و نوشته های ش... چیز تاریخ بیداری ایرانیان چیچول اسلام اسم نویسندش دیدم ایشون میره دختر شاه رو دختر مزفر دین شاه رو که همسری داره به نام موقر و سلطنه و مشروط خواهه و تحت تعقیبه اون به این عنوان که این شخص یعنی آقای موقر و سلطنه مرتد شده به دلیل که مشروط خواه شده همسر اینو در حالی که شوهر داشته و بچه هم داشته ازدواجشون رو باطل میکنه خود شیخ فضلالله ازدواج رو باطل میکنه و این رو عقد امام جمعه تهران میکنه القاسم امام جمعه تهران میکنه و این دکتر مصدق هیچ گونه چیزی نمیدونه خصوصیتی نمیتونست داشته باشه و تمام معروف میگن که پسر شیخ فضل الله مشروط خواه بود ولی خودش مشروع خواه بعد از جنگ جهانی اول انگلو پرسیان اگریمنت که میخواستن انگلیس ها باگذار بکنن به ما ما میدونم دکتر مصدق یکی از مانه این میشه وسوق و دوله و دکتر مصدق چه میانه ای داشتن؟ حالا بزرگ دوله هم آشتیانی بود جزو همون میرزه های آشتیان بود که چیز کرده بودن ولی هیچ و در این حال خب طبیعتاً یه قرابتی هم بود به دلیلی که به سرمو بودن به سرموی مستقیم نه ولی غیر مستقیم اموزاده بودن و روابط خانوادگی هم به وجود داشت بین خانواده معتمد سلطنه که اینا فرزندانش بودن وسوق دوله قوام سلطنه معتمد سلطنه اینا فرزندانش بودن روابط این گونه ای هم بود ولی رابطه سیاسی نداشت در, در صورتی که در مقابلش با قوام سلطنه رابطه خوب داشت دکتر مصدق که وزیر کابینش هم میشه که برادر وسوق دوله باشه ولی با دکتر مصدق دایی من تعریف میکرد میگفتش که ایشون مرتب در بعد از جنگ بین الملل دوم ایشون اومده بود به فرانسه و سوئیس رفته بودن دو مرتبه همون نوشاتل اونجا و میگفت پدر من مرتب در حال زاری بود راجب قرارداد 1919 و خیانت وسوق دوله و یعنی وسوق دوله دوران نخواست دوران ریاست و وزراش دوره خیلی خوبی بود از لحاظ کارهایی که دولت کرده و طولانی هم بود نزدیک یک سال طول کشید و فرصت داشت برای اینکه بتونه مثلا تمام جاده های منطقه لورستان و اطراف تهران و اینا رو همه رو وسوق دوله در دوران و کابینه وسوق دوله بود که امن شدن و راهزنایی مثل چیز یه ای راهزن معروف در کاشان بود که اصلا حکومت میکرد اون دوران اونجا اسمش شد خیلی هم معروف اسمش سر زبون هم نمیاد ببخشید ولی چیز این راهزن ها رو همه رو توقیف کردن گرفتن و راه ها رو امن کردن و خیلی اقدامات دیگه خوب دیگری هم در اون دوران گذشت از لحاظ قانونگذاری و اینا از لحاظ امور اداری نه قانونگذاری ولی اصل قضیه یک کاری است که قابل بخشایش نبود و دکتر مصدق هم اصلا شدیدا مخالف قرارداد 1919 و این کار بود بیشتر تیمی که یعنی همون بازمانده اون ترقی زمان ناصر دین شاه اینجا عمل میکنن آقای مشیر دوله میزه حسن فرزند مشیر دوله که مدرسه, درو، مدرس سیاسی درست کرده و میزه حسن اینا میان و آرمی تاچ سمیت رو که به عنوان مستشار مالیه وزوق دوله آورد به تهران و حالا وزوغ دوله ساقط شده از حکومت مشیر دوله آمده و مخالفین چیز دست بالا رو گرفتن مخالفین قرار داد دست بالا رو گرفتن پا میشه میاد چیز میکنه ببخشین اینجا داشتیم میگفتیم ببخشین مشیر, مشیر دوله آرمیتر سمیت رو معمور میکنه که بره به انگلیس مستقلا معمور میکنه که بره به انگلیس و در اونجا حسابرسی بکنه دفاتر حساب های شرکت نفت انگلیس و ایران رو انگلو پرشن اون موقع گفتن ببینه که ما چقدر ایران به طلب کاره برای اینکه از مالیه بکنتش یعنی یه قرارداد جدای کاری باش میبنده این میبرزدش انگلیس بهش پولم میده و این هم اون کاری رو که براش فرستاده بودنش میبینه که کار چیزی نیست بل میکنه میره برای اینکه این رو را تنها رابطه که با قرارداد و در اجرای قرارداد شکل یافته بود همین رابطه چیز بود همین مسئله آوردن آرمیز اسمیت بود که مهمترینش بود به آرمیز اسمیت میرسه انگلیس آرمیتر سمیت هم میره به انگلیس اونجا به یه دفتر حساب رسانه قسم خورده به نام مکلین تاک فکر میکنم مکلین تاک همچین چیزایی حساب رسان در قسم خورده به حساب انگلیس رو میرسه مد... یک میلیون و اندی پوند لیره ایران طلبکار میشه در زمانی که پول نداشتن پول هزینه ارتش رو بدن در زمانی که پول نداشتن هزینه های دیگر رو پرداخت بکنن و انگلیس ها این پول رو نمیدن جالبش اینه که انگلیس ها این پول رو نمیدن همه میگن که به محض اینکه کودتا شد در 1299 فورا اونا اومدن و ارتش رو چ... این سربازخونه رو رو اینطوری ادغام کردن در چی و دو... دو... غیره و غیره و به هر حال به... به هر حال شروع کردن به اصلاحات و قبل از اون هیچ اصلاحی نمیشد پول نداشتن اصلاح بکنن ما دنبال این بودن که مالیه ای رو که از جنگ اومده بیرون زنده بکنن و بهش زندگی بدن یک،, یک قرون از اون پولی رو که آرمیت اسمیت محاسبه کرده بود که حتی اقلش بود که حسابهای دیگم دیگه هم داشتن که نرسی بود به ایران ندادن به محض که کودتا شد این پول اومدن دو دستی تقدیم دولت کودتا کردن به همین علت هم بلافاصله بعد از کودتا اینا میدوزن کارهایی بکنن که قبل از کودتا به خاطر نداشتن بودجه کار نمیتونستن انجام بدن پول و فاصله خیلی زیاد است بین محاسبات این و کودتا کودتا 1921 رول انگلیس ها چی بود؟ رول کرنل سمایت رول ایرن ساید رول اینا چی بود در این انقلاب؟ ببینید رزاشا فرمانده اول از همه خود آیرن سایت خاطرات نوشته خیلی دقیق تو خاطراتش هست که چه, نقشی داشته و خیلی جالبی نیست که جالبی نیست که رضاشا یه چیز آیرن سایت میگه که من ازش قول گرفته بودم که احمد رو تغییر نده و بذاره احمد سر کارش بمونه چیزها از هم به هم نخوره و احمد بمونه و میگه که من دیگه کاری نبودم. توی نوت میگه. میگه من دیگه کاری نبودم. پایگاهی داشتم در جنوب انگلیس که اونجا فرمانده بودم. یک روز دیدم یک افسر ارتش ایران آمد اونجا دیدن من. در انگلیس. می چه میخواست؟ اجازه میخواست از آیرنسایت که عمل احمد... که شاه رو احمد شاه رو قلع سلطنت ازش بکنه چون به آیرن ساید قول داده بود که احمد شاه رو بدون اجازه آیرن ساید اخراج نکنه و الان هم میخواست خود آیرن ساید بنویسه و اجازه بده این تو خاطرات آیرن ساید اومده این کی بود؟ بله؟ این افسری که شما میفرمایید کی بود که رفته بود اجازه بگیره؟ اشاراتی میکنه راجبش آیرن ساید ولی بله؟ آدم معروفی که من اسمش یادم باشه نیستش ولی من خوندم این خاطرات آرن سعید خیلی چندین سال پیش این منتجر شد از طرف فرزندش 1921 تا 1925 بله این دوران رو برای ما توضیح بدین که هنوز رضاخان رضاشا نشده بود خب اون دوران دوران خیلی مهمیه در تاریخ ایران به دلیل اینکه اقدامات مشروطه،, مشروطه دوم با پایان این دوره از تبدیل میشه به استبداد ما مشروطه دوم با فتح تهران شروع میشه و با برخی میگن در 1299 تموم میشه من میگم نه طول میکشه تا تموم بشه دورش و این در واقع خل سلطنت از قاجاریه و احمدشاه پایان مشروطه دومه چون تا مشروطه دوم ما به خاطر جنگ انتخابات منظم نبود التیماتوم روس و انگلیس مجلس دوم رو از بین برد مجلس سوم به خاطر اشغال ایران مهاجرت کردن و تحت حمایت نیروی جاندارم به عثمانی برای اینکه دولت موقت دولت در تبعید اونجا بسازن خیلی اد 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 در نتیجه مجلس سوم هم به این صورتی منحل شد چون بسیاری از این کارهایی که در مورد ساختن عدالتخانه اد به خصوص مثلا قانون و قانون مجازات عرفی قانون مدنی تمام اینها مقد... کار اصلی و انجام شدهش تو مجلس سوم بود رسیدگی به امور مالیه که دکتر مصدق هم مسئولش شده بود از طرف مجلس سوم تعیین شده بود که بره امور و مالیه مالیه رو بررسی بکنه و اصلاح بکنه همون کاری که بزرگ دوله با آوردن آرمیتاج سمیت کردش و دکتر مصدق تعریف میکردن ایشون تعریف میفرمودن که انگلیس ها اومدن سراغ من و گفتن که شما این هیئت سه ای رو که در, در مجلس تعیین کرده برای رسیدگی به امور مالیه یعنی خود دکتر مصدق رئیس دو عضو هم داشت که یکیش اون پدر بزرگ دیگر من میشه مرحوم محمود دفتری عین الممالک و سومیشو من یادم نیست کی بود برال حیات سه نفری بودن ایشون میگه مامور انگلیسی اومدش پلومن من و گفت که شما به جای اینکه این هیئت این هستین هیئت سه نفری رو که ما تعیین میکنیم و آقای آرمیتر سمیت برای شما لباسشو میدوزه تشکیل بدین ما قول میدیم که تا آخر عمر شما و بعدم به ورستون ماهی سه هزار تومن بدیم حالا رقم رقمش پولش یادم نیستش دقیقا سه هزار تومن بود یا کمتر بود ولی ماهانه به شما این رو تا آخر عمر تضمین میکنیم که پرداخت کنیم این رو توی سخنرانیش هم دکتر مصدق بیان میکنه میگه البته مشخصه که جواب دکتر مصدق چی بوده ولی مجلس سوم که میره کمیسیون سه نفریش هم میره این هیئت سه نفری هم میره ولی به جاش خب اون آقای چیز میفرسه آقای مشیر دوله میفرسه چیز رو آرمیتر سمیت رو به لندن که بره حسابا رو، حسابای شرکت نفت رو رسید که که خیلی کار مهم و مفیدی بوده از کجا میدونیم که اون حسابایی که آرمتاج سپیس رفت تو لندن کرد دقیقه از کجا میدونیم که این آمار صحیحه نمیدونیم ولی اونجا, اونجا چون حساب قسم خورده سوگند خورده این کار کرده بود و تو خاک انگلیس هم کرده بود حتما صحیحه اگه تو مستعمرات انجام میشد خیلی فرق داشت و اونام حساب خورده دارایی خیلی باحیثیتی هستن و همین مکلین تاک و اینا آدم خیلی باحسیتی هستن و بعدم چیز راجع به این حرف میزنه توی کتابش راجع به نفت یا آقای لسانی یه کتابی راجع به نفت داره و قضیه همین رسیدگی و کارها رو زمنا یه نامه ای هم هستش که بین اونو و مقاطبات بین او و تغییزاده که سفیر بوده صحبت میشه در اونجا یه نکاتی هستش که میتونین استفاده کنین فکر میکنم کتاب لسانی کتابی راجع به نفت داره و قضیه همین رسیدگی و کارها رو ضمن یه نامه ای هم هستش که بین اونو و مقاطبات بین او و تغییزاده که سفیر بوده صحبت میشه در اونجا یه نکاتی هستش که میتونین استفاده کنین فکر میکنم کتاب لسانی 1921 تا 25 دکتر مصدق فعالیتش در این دوران چی بود؟ توی مجلس چهارم بود دیگه دوران 1921 تا 1925 ایشون, ایشون در ایشون در چیز در حزب چیز مستقر شد حزب دموکرات تشکیلی ضد ز... تشکیلی و آماده می شد برای انتخابات دوره چهارم ایشون در انتخابات دوره چهارم چه نقشی رو داشت من فکر می کنم جزء هیئت چیز انتخابات بود جزو حی... جزء هیئت رای گیری بود برای شمردن آرا شمارش آرا و رای گیری از مردم با مرحوم چیز با هم دیگه کار میکردن آ... با ده خدا با هم کار میکردن ایشون عضو عضو چیز بود عضو حیات هیئت نظارت در انتخابات بود حال این کدوم انتخابات ایشون صحبت از عضویت با ده خدا در نظارت انتخابات میگه ولی نمیگه کدوم مجلس و این یه طوری که مثل که همه باید بدونن ولی من فکر میکنم من مجلس چهارم بود در مجلس چار در برای انتخابات در مجلس چهارم دو مطلب بود یکی بودش که عده میگفتن که بایستی ما تشکیلات بدیم و انتخابات رو انجام بدیم عده ای می میگفتن که در حزب دموکرات البته عده ای می میگفتن که نه ما باید صبر کنیم که مهاجرین از عثمانی برگردن و با حضور اونها انتخابات رو انجام بدیم چون اونها مهمترین کار رو در این دوران انجام دادن و با, با, با انحلال مجلس سوم که به دست بیگانه نیفتاد مجلس ولی دوره پنجم ایشون انتخاب میشه به مجلس دوره ششم هم باز انتخاب میشه به مجلس صورت مذاکرات مجلس هست و چیز هم هستش دیگه سخنرانی های دکتر مصدق رو در مجلس چ... پنج و شیش. اون سخنرانی های برجستش رو به صورت یه مجموعه حسین مکی بعد از شهریور بیست چاپ کرد با یه مقدمه ای که راجع به دستگیری دکتر مصدق و زندان و تبعیدش به بیرجند و اینها بودش و دلایلش و مکاتبات و اسناد همه در اون در اون چاپ اول هستش چاپ دومی که بعد از انقلاب امروزی منتشر شده چا, چاپ چاپ دوم چیز داره چا, چا, چاپ دوم من نمیدونم که اونها رو تمام اون مقدمات توش هست یا نه ولی تمام گزارش این دوره رو که ایشون بازداشت میشه از طرف شهربانی و به بیرجند میره و از بیرجند به تهران میاد همه در اون مقدمه هیچ چیز هست اون کتاب هستش این البته مال بعد از مشروطه دومه ولی مشرو... مشروطه دوم تموم... تموم, نشد به نظر من تا وقتی که آمدن و با رعب و وحشت مجبور کردن وکلای مجلس رو که لایحه رو امضا بکنن و داستانش خوب مفصله خود دکتر مصدق هم تعریف کرده اگه سوالی داریم راجع به این موضوع مطرح بکنیم من بگم براتون اون موقعی که خب رضا میاد پنج نفر رأی میدن تو مجلس بر علیه سلطنت پهلوی خب دکتر مصدق یکی از ایشونه این مرحله رو برای ما توضیح بدین لطفا دکتر مصدق ایشون تعریف میکردن که صبح میزا حسن مصطفی مصطفی الممالک که زمنان اموزاده دکتر مصدقم میشد تلفن کرد که آقا امروز شما مجلس میرین یا نمیرین روز تغییر سلطنت رو دارم میگم ایشون میگن که چی شده مگه توضیح میده محبست و فیلم که امروز مجلس داره تشکیل میشه و یه همچین لایههی دارن به مجلس میبرن و شب قبل هم وکلا رو بردن در یه زیرزمینی دعوت کردن بردن با فشار در یک زیرزمینی در منزل سردار سپه و در اونجا از همه امضا گرفتن روی لایحه‌ای که بایستی امروز مطرح بشه در مجلس دکتر مصدق به مرحوم مصطفی میگه که توپچی رو یه اون بهش پول میدن نگهش میدارن که یه روز توپ در کنه امروز ما با توپ در کنیم امروز روز در کردن توپه ما نریم میگه نه من خودم هم همین نظر رو دارم ولی چون آقایون یعنی معتمن الملک و مش... نصر الله خان مشیر دوله پیگم خان بود مشیر دوله دوم میزه حسن... نه میزه حسن پدرشون میزه نصر الله خان بود که اون مدرسه رو درست کرد مدرسه علوم سیاسی رو درست کرد و یعنی ایشون میزه حسن مشیر دوله اینها تمارز کردن میگفت ما جایز نیست امروز ما باید بریم توپ در کنیم اونها تمارز کرده بودن نرفته بودن مجلس میگه که پس بیایم با هم بریم با کالسکه آقای مصطفی الممالک میان مصطفی الممالک میان دکتر مصدق رو میدارن میرن مجلس به مجلس که میرسن اونجا در اینجا آقای داور میزلی اکبر خان داور و تیمورتاش دو تا در ورودی داشته جلسه جلسه رسمی مجلس یکی سمت راست یکی سمت چپ این دا، یک در رو این گرفته بود یک در رو اون و یه عده هم بیرون بودن که بیشتر هم قزاق و اینا بودن که میرفتن و وکلایی رو که نرفته بودن توی، تو تو سالن چیز اینا رو دونه دونه میگرفتن میوردن تحویل تیمورتاش یا داور میدادن اینا میکردن تو اتاق و درم میبستن که اینا در نرن در اونجا اینا مخالفین که بهشون هم حتی نگفته بودن امروز جلسه مجلسه و نکته خیلی مهم نیست که این موفقیت این جلسه به خاطر این بود که روز رسمی تشکیل مجلس نبود شما صحبت از جمهوری کردین جمهوری روز رسمی تشکیل مجلس بود جمعیت جمع شد جلوش رو گرفت چون همه, رو همه ب... کسی به فکر جمهوری نبود همه به این فکر بودن که رضاخان میخواد الان به عنوان رئیس الوزرا ایشون با یه رأی عدم اعتماد میتونه از مجلس خارج بشه میتونه از دولت خارج بشه و اگه موقعیت مناسب باشه اگر شما رئیس جمهورش بکنیم آدم الام میشین و اونجا به عنوان رئیس جمهور ما رئیس جمهور به این علت نمیخواستیم صحبت این بود که ولی اون موفق نشد به دلیل اینکه رو... رو... موقع این قضیه رو به مجلس بردن که روز رسمی تشکیل مجلس نبود مردم علاقه داشتن به مشروطیت علاقه داشتن به مجلس و اصلا یکی از کارهاشون این بود که هر روز اون لوژ دو تا دو تا های مجلس همیشه مملو بود از جمعیت که میرفتن مثلا کنترل بکنم نه و کلاشون چی میگن و این یک چیز خیلی مهمی بود در اون زمان مجلس رفتن ولی مثلا هفته سه روز روزهای مشخص مثلا تاغ یا جفت جلسه مجلس بود من فکر میکنم روزهای تاغ بودش که شش و نه جفت ولی این مجلس این جلسه چندم آبان رو روزی گذاشته بودن که مردم خبر نداشتن که مجلس داره تشکیل میشه شب قبلش دونه دونه اینا رفتن خونه هاشون دستگیر کرده بودن برده بودن اون زیر زمین ازشون امضا گرفته بودن تنها یک نفر اونجا جرأت کرده بود بگی امضا نمی کنم اونم مرحوم حاجمی های دولت آبادی بود که برده بودن اونجا و گفته بود که ما تیکه دیگه هم بکنین من امضا نمی من امضا نمی کنم, امزا نمی کنم این،, این،, این, چیز رو این لایحه رو رهاش کرده بودن و صبح اومده بود پیوسته بود به بقیه بقیه ای که اومده بودن تو مجلس که میزه حسن مصطفی و مصطفی ممالک بود یکی حسین علا که اون موقع یه هم آخر اسمش بود علایی حسین علایی حسن چیز تغیزاده و مدرس مدرس و آقای حاجم دیهی هم میاد به اینا میپیونده و این میشنم یه اقلیت کوچکی خود آقای دکتر مصدق برای من تعریف میفرمودن میگفتم که من اصلا بغز گلوم رو گرفته بود و فشرده بود دیدم که حرف نمیتونم بزنم الان مجلس که میشه من اصلا پشت گلوم میبنده نمیتونم حرف بزنم باعثی یه ذره آروم باشم به این دلیل جلسه رو ترک کرد هنوز جلسه تشکیل نشده بود جلسه رو ترک کردم رفتم توی توالت مجلس اونجا بغزم ترکید نفس کشیدم بود خودم رو آروم کردم برگشتم اومدم به مجلس گفت وقتی که میخواستم از جلسه رو ترک بکنم نمیدونم تیمورتاش یا داور میگه که آقا تشیف میبرن ایشون با خوشحالی و شادی که یه مخالف اون مخالف تکی هم داره میره ایشون میگه نه آقا بر میگردن وقتی که دکتر مصدق برمیگرده به جلسه ایشون وقتی که برمیگردن به جلسه جلسه تشکیل شده بود و, به عنوان سخنران اول دعوتش کرده بودن برای صحبت که ایشون میفته به دوم و میاد و صحبتشو میکنه در اونجا میشون میگفتن که ما که اونجا یه اتاق, اتاق هم توصیف میکنه یکی از اتاقای مجلس میگفتن ما به عنوان اقلیت داریم تو اون اتاق میشینیم نشسته بودیم این ادری که بنده میشمرم همه اونجا بود شمردم همه اونجا نشسته بودن بودن یه مرتبه یه آدمی اومد اونجا و گفتش که آقا سردار سپ... با... با آقای مصطفی رو صدا کردن که بیاد بیرون باش کار داریم آقای مصطفی میره اونجا و صحبتاش رو میکنه برمیگرده میگه که آقا از طرف سردار سپه اومده بودن میخواد ایشون میخواد یه مسئله رو با من مطرح بکنه و این آقایی هم که اومده نمیدونه این مسئله چیه میگن آقا ما که شکست خوردیم تموم شده اقلا برو ببین چه خبری بلکه تونستی رازیش بکنی که چون به چیز خیلی احترام میذاشته سردار سپس ظاهرا و خیلی اهمیت میداده به مصطفی الممالک که آدم خیلی آدم س... 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 چیز بودش دیگه س... سر سرکرده آزادی خان بود در اون دوران حال میگن برو ایشون هم میره و دیگه بر نمیگرد اونجا مثل که سردار سپه اونجا میگیره توقیفش میکنه که نره به جلسه مجلس ممکن بود یه حضورش در جلسه مجلس یه چیزی را بندازه به علتش هم اینست که آقای مصطفی رو تعیین کرده بودن به عنوان رئیس مجلس و هنوز نپذیرفته بود ریاست مجلس رو و بایستی بیا تو جلسه بپذیره باید بیاد به جلسه و بپذیره و اینا گفتن خب ما بریم تنها 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 راه کارمون این است که ما بریم تو جلسه و میگیم باید اول تکلیف ریاست مجلس مشخص بشه و ایشون هم استعفا کردن و مجلس رئیس نداره بدون رئیس هم مجلس قابل تشکیل نیست حتی با وجود نایب رئیس ها در اونجا اینا آقای تدیون رو میذارن به جای رئیس مجلس وقتی وقتی مستوفی رو چیکار میکنن میبرن تدیون رو اینا میذارن به جای رئیس مجلس و تدیون است که جلسه رو اداره میکنه چون در اونجا دیگه مسئله ریاست و استعفاش مطرح نبوده این بود اول به استف... آین نامه بود اول به استعفای رئیس مجلس رسیدگی میکرد مجلس اینا میخواستن وقت گم کنن تا مردم بفهمن و جلسه که مجلس تشکیل شده یا بیان یا اینکه تموم بشه قضیه بخ... و این د... دستگیری در واقع دعوت چیز به صحبه مذاکره هم فقط برای مصلوب کردن اینها از این وجود محترم بودش و خب سخنرانی هم این که میگه آقا شما همون نکته که بنده گفتم که نخست وزیر یا رئیس الوزرا رو با یه رأی عدم اعتماد بیرونش کرد ولی یه آدم پادشاه رو نمیشه بیرون کرد حالا این دفعه دیگه قرصتر به عنوان پادشاه میاد و اینم دلیلش نیست که میره به قوم و با آخوندهای قوم مذاکره میکنن رضا میره به قوم و چون آخوندها باش مخالفت کرده بودن در مورد جمهوری اونجا که میره یکی از اون آیات ازام که اونجا حضور داشته من نمیدونم یادم رفته کدوم یکی میپرسه خب شما بر چه میخوای رئیس جمهور بشی؟ یه پادشاه بشو پادشاه از لحاظ شهری نداره ولی از لحاظ شهری ما نمیدونیم که رئیس جمهور یعنی چه و این ممکنه خلاف شهر باشه که این به فکر سلطنت میفته و میاد اونجا و این باجرا رو راه میندازه تا اونجایی که اینا رفتن تو مجلس و سخنرانی کردن که سخنرانی ها همه چاپ شده دیگه شما دیدین لابد خوندین همشو بعد از این رای دکتر مصدق چی میشه؟ آه بعد از این رای هنوز هنوز مملکت قابل اداره نبوده به عنوان یک پادشاه با, با بودن یک پادشاه و تازه پادشاه هم مشخص نشده بوده چون بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بشه ایشون مخالفت داشته با مجلس مؤسسان و اینها و گیرهای سیاسی شو داشته که فعالیت دست از فعالیت نمیکشه و میمونه سر کارش و دست از فعالیت نمیکشه رضا شاه هم برای این دوران انتقال اون رئیس دولت موقت بود دیگه برای این دوران انتقال آقای مصطفی الممالک رو صدا میکنه و به عنوان رئیس الوزراء معرفیش میکنه و ایشون میشه رئیس الوزراء نو... یه نکته که خود آقای دکتر مصدق بر من فرمودن این بودش که یه روزی رضا شاه پ... پیغام فرستاد هنوز پادشاه هنو... رئیس دولت موقت بودش یا اینکه درست موقعی بود که پادشاه شده بود که بیا با هم با شما کار دارم خب ایشون آدم حقوق, حقوق... چیز قانون قانونی بودش گفت حالا پادشاه شده و باید رفت احزار کرده باید رفت سراغش کما اینکه کلاه پهلوی رو ایشون سرش نگذاشت تا وقتی قانونش تصویب شد گفت قانون بعد رو هم باید اجرا کرد که مردم بدونن قانون باید اجرا بشه ای مسئله در چیز قانونمند اعتقاد ایشون به قانونمندی کشور و حقوقمندی تا این حد میرفت که قانون بعد مثل سقراط که جام زهر رو نوشید به جای اینکه قانون رو پایمال بکنه یه همچین تفکری داشتیشون لاغر روی این قضیه قانون و یه داستانی از ما پرانتز اینجا درست بکنیم یه داستانی بودش که من بعدا برای شما خواهم گفتش و شما از من بپرسین راجب پلیس راهنمایی پلیس راهنمایی چه اتفاقی افتاد بله این رضا ایشون میخواد ایشون پا میشه میره پلوی رضا شاه که علاوه فرمودن و من اومدم چیکار دارین با من میگم شما چرا کار قبول نمیکنی ایشون حاضر به همکاری با دولت موقت نمیشه مخالفش بوده چون میگفته که این میخواد منجر به دیکتاتوری بشه چون چرا کار قبول نمیکنی ایشون میگن که آقا خلاصه من دلایلم رو قبلا گفتم که چرا کار تبدیل بکنم میگه نه من نمیگم که شما بیا برو تو کابینه مستوفی من میگم برو خود مستوفی بشو یعنی پیشنهاد ریاست وزرا بهش میکنه بهشون میکنه ایشون میفرمودن که من در اون لحظه فقط یک چیز به ذهنم اومد یه حرفی بود که قبلا هم جای دیگه مصرف کرده بودم گفتم که من اگه شغل ریاست الان مردم منو انتخاب کردن برای شرکت در مجلس ششم. اگر من بیام و ریاست وزرا رو بپذیرم یعنی اینکه انتخاب مردم رو رد کردم مردم خواهند گفت که ایشون ترجیح داد حقوق بالاتر نخست وزیر رو حقوق بالاتر رئیس, رئیس رو به حقوق کم مجلس حالا مثلا رئیس الوزرا هزار تومن حقوق میگرفته در ماه مجلسی ها تومان تومن هر کدوم و من تا وقتی که وکیل مجلس هستم باید به مردم خدمت کنم و مردم نبایستی راجع به من این تو فکر کنم و به این صورت خودشو از گیر رزاشار خلاص میکنه ولی نکته دیگه که در این زمینه من دارم که به درد شما ممکنه بخوره این نیست که میگفتن که جشن تولد پادشاه انگلیس بود و سفارت انگلیس در تهران در همه جا عده ای رو دعوت میکنن به این جشن و پذیرایی میکنن ازشون از جمله وکلای مجلس و چیز و اینا غیره و اینا رو و میگفتش که ما رو دعوت کردن به جشن تولد ما رفتیم به این محل سفارت انگلیس در قلحک که اونجا جشن گرفته بودن چه چند لحظه اونجا موندیم و اینا مصطفی الممالک هم بود مصطفی گفتش که آقا بریم یه ذره قدم بزنیم اینجا باغ خیلی قشنگی هستش بریم یه ذره قدم بزنیم و تماشا بکنیم این باغ رو ما رفتیم اونجا گفتش که فلانی عجب کار مهمی شما کردی گفتم چی گفت من بی خود این نخست از ریاست وزرا رو پذیرفتم تا زیر دماغم رفتش تو لجن نمیگم تا گردنم تا زیر دماغم رفت تو لجن و خب این نکته خیلی مهمیه که بعد از اونه که ایشون میاد و فروغی رو انتخاب میکنه به عنوان نخست وزیر که دکتر مصدق با با چیز فروغی به عنوان یکی از عناصر مربوط به قرارداد 1919 مخالفت میکنه و چیز وزیر خارجه میشه نه... توی تو یکی از تو کابینه آخر داستان از اینجا شروع میشه که انگلیس ها در دوران جنگ بین الملل و حتی بعد از اون در فارس به والی فارس یه پولی در اختیار والی فارس میگذاشتن که این خرج کنه یعنی یه طوری در, در واقع چیز بازم و اون موقع فرمان فرما والی فارس بود و بعد از اینه که کودتا شد و دولت ها تشکیل دولت جدید تشکیل شدن و کابینه مشیر دولت دکتر مصدق میشه وزیر, میشه وزیر خارجه وقتی ایشون میشه وزیر خارجه انگلیس میان سراغش که آقا ما یه پول برای امنیت فارس کمک کردیم به والی و یه بودجه ای در اختیارش گذاشتیم این پول باید به ما پس بدیم میگه حالا اینجا مملکت مشروطه ایه و یه قانون اساسی داره و قانون اساسی اجازه نمیده که هیچ کدوم از کارمندای دولت از خارجی قرض بکنن و شما بی خود قرض دادید بریم خودتون از خودش پس بکشید و به ما به شما پس نمیدیم مشیر دولت موافقت میکنه و این پول کلونی هم بوده و برای قرارداد 1919 قرارداد 1919 ما به هر کدوم از امضا کنندگان اینقدر پرداخت کردیم برای هزینه اون رو هم باید به ما پس بدیم و او و مشیر دولین رو نمیپذیرن و جواب رد رو به انگلیس ها میدن تو این, تو این دوره تو این دوره یک خاصی که راجبش داریم صحبت میکنیم آقای چیز کابینه مشیر دوله سقوط میکنه ساقت میشه و به جاش کابینه سردار سپه میاد سر کار در کابینه سردار سپه فروغی هر دوی خواسته, خواسته های انگلیس رو اینان اجرا میکنه و این پول ها رو برمیگردونه به انگلیس ها آقای ایشون میفرمودن که من ایشون میفرمودن که من اجازه بدین در مجلس ششم با ریاست وزرای آقای فروقی با عضویت آقای فروغی مخالفت کردم در دولت به, به, این دلیل که اولین کاری که کرده بود این پول ها رو پس داده بود و انگلیس ها رو راضی کرده بود از خودش این نور از چشم اذیت میکنه آدم یادش میری چیزایی بله داشتیم داشتیم که بعد از این چه, چه برای دکتر بوسده چه اتفاقی افتاد؟ بعد از کدوم رای؟ بعد از رای که بر علیه اه، اه، تد... نه میگم رضا بهش پیش، پیشنهاد چیز میکنه خب بعد از اون یعنی رضا شا رضا رضا میخواسته تمام پیشنهاده. کسانی رضا میخواسته تمام کسانی رو که باش مخالفت کردن به یه صورتی یه نوع غلط کرده می بکنه چی میشه که از ایران دوباره میره بیرون از ایران بیرون نمیره یعنی از از ببخشید از جریان دولت و اینا خوب خارج میشه برای چند وقت آن مجلس ششم که تموم میشه ببینین انتخابات مجلس ششم در تهران آزاد بود در تهران نتونه کنترلش بکنن، ولی در تمام ولایات اعمال نفوذ کرده بودن کاندیدای خودشون را آورده بودن به جز چند ولایت که مثلا یه مالکینی داشت که به این آسونی نمیشد رازشون کرد و دوره ششم گذاری. مثلا در چیز سلیمان میرزای اسکندری که از احرار بود و از آزادی خواهان بود و سوسیالیست بود و این حرفا ایشون در مجلس ششم انتخاب نشد به دلیل اینکه اونجا در مجلس پنجم بر این قضیه رأی داده بود جزء کسانی بود که در به قدرت رسیدن رضا کمک کرده بود مردم تهران بهش رأی ندادن انتخاب نشد ولی تمام اون کسانی که مخالفت کرده بودند با آمدن رضا همه رو مردم تهران انتخاب کردن و رفتن به مجلس مدرس مثلا مدرس تو مجلس چهارم میاد میگه آقا تو من این مسائل شما قبلا چیز کردیم حالا ما چی جلسه تشکیل دادیم یه دو سه کلام حرفای خیلی جالبی میزنه که بعضی هم مفهومش در اون, در اون, خودش مخفی شده و از جلسه میره بیرون به عنوان اعتراض برال اینا رو مردم انتخاب میکنن همه رو در مجلس ششم دکتر مصدق فعالیت اساسیش همون مجلس ششم بود که در اون دوران خب خدمات فرهنگی و اینا رو اجرام انجام میداد کارهای دیگرش هم میکرد ولی سخنرانیاش مشخص میکنه مثلا راجبه خیلی از کارهای دولت انتقاد میکنه مخالفت میکنه رای چیز میگیره ایشون فعال بوده به عنوان یک پارل، پارلمانتر به عنوان یک وکیل, وکیل ملت و وظایفش هم خیلی خیلی خوب انجام داده در اون دوران دو تا مجلس اون کتاب دکتر مصدق و سخنرانی های تاریخی او این ها رو داره و مقدمه ای هم داره که قابل استفاده است و تمام این چیز این دوران تو اون سخنرانی ها میاد بحث ها به فشار روس ها برای گرفتن قرارداد نفت شمال و اینا که در مجلس شیشم هم باز مطرح شده بوده اینا همش مسائلی است که دکتر مصدق باش مشغول بوده ولی دوره ششم مجلس که تمام میشه دیکتاتوری مسلط بوده بر تمام شون مملکت و در تهران هم هر کاری میخواستن میتونستن انجام بدن و برای دوره هفتم اینا انتخاب نمیشن در نتیجه یه دوران سکوت و, و در واقع ممنوع ممانعت از فعالیت دوران سکوت و در واقع سلب فعالیت از کسانی که اون دوره مخالف بودن ولی خب اونا همه کار جز مشیر دوله و معتمن الملک مخالفان چیز مخالفان سلطنت همه کارمند دولت بودن برای دولت کار میکردن کارمند دولت بودن کار اصلیشون کارمندی دولت بود در وزارت خارجه یا جای دیگه و اصولا در اون دوران همه ناچار بودن با دولت کار بکنن دیگه ولی دکتر مصدق یکی از تناکه ایشون و معتمن الملک و مشور و دوله و مدرس کسانی بودن که هیچ گونه هم، همکاری با دولت استبدادی و دیکتاتوری نکردن اونا دیگه در دولت کار میکردن و ناچار بودن که به حال بعضی از شونات دولت بپیوندن در این دوران کجا بودن دکتر مصرد؟ در دوران رضا شاه کجا بودن ایشون؟ از پایان مجلس هفتم ایشون اولا خانهشون رو تغییر دادن خانه بزرگی داشتن که اونجا محل آمد و رفت مردم بود و و محل برخورد عقاید و افکار و اینها بود و اینا اون خونه رو اجاره دادن و یه جایی خونه دیگه در خیابان پاستور اون خونه در شماره 109 خیابان کاخ بود از اونجا رفتن به یه محلی در خیابان پاستور اجاره کردن و در اون دو 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 بیشتر اون دوره رو تا زمانی که شون دستگیر شد در همون منطقه زندگی میکردن و علتشم این بود که یه نوع... یک دوران سکوت بود یه دوران سکوت بود دوران یه اسمی هم داره اسمش یادم رفته و ایشون دیگه جای نمی رفت و شروع به زراعت کرد چند تا مزرعه بودش و که تبدیل به دهات احمد آباد و حسین آباد و اینها شد که هنوز هم که مر... مقبره ایشون در احمد آباده که شما لابود رفتین و دیدین در اونجا که رفتین تشی بردین و احمد آباد رو ایشون تأسیس کردن احمدآباد آباد یه مزرعه بود یه کمی آب داشت ایشون ارزون خرید ولی قیمت خیلی زیادی هم نداشت چون خشکی بود بیشتر و ایشون با, ه... با حفر قنات اونجا رو احیا کردن و قلعه درست کردن و تمام ساختمان های لازم رو برای یک ده محل اربابی و باغات و اینا همه در اون قلعه قرار گرفت و ضمنا منزل های مناسب برای صاحبان بنه بنه داران و دیگه کسانی که خدمات میدادن مثلا برای ده, ده حتما باشید آهنگر داشته باشه حتما بایستی بقال داشته باشه تمام اینا ترتیب شده اون ده و روی نقشه و برنامه ساخته شده که الان مقدارش خراب شده و دیگه به اون صورت نیستش و یه دیوار برای محافظت و ام امنیت اون رو در اون دوران ایشون ساختن و, بعد از اینکه تمام شد این ساختمان ها بیشتر و وقت ایشون در امون احمد آباد که مشغول مشغول زراعت شدن و در این حال هم کارهای جدید کردن مثلا یکی از کسانی بودن که به استقبال کارخانه قند ترج رفتن با این ترتیب که تصمیم گرفتن که به جای گندم چغندر بکارن و به کارخانه قند برسونن که کارخانه قند بتونه در سال یه مقدار بیشتری کار کنه و تمام مالکین اطراف رو هم تشویق میکردن به بذر چغندر که خیلی موفق هم بودش و یکی از کارهای خیلی مهم اون دوران بوده توسعه کارخانه های کارخانه قند در ایران که یکی از مواد غذایی اصلی همونه ما این دادیم خود کنار بهتر شد بهتر شد داره من شما رو اصلا نمیدیدم بلکه نور روز بود الان شب شد اینا رو دادیم کنار که شما راحت تر باشین حالا خیلی خوب شد از این نور می افتاد من یادم می رفت دوران ببینین ام... ب... چی یه چیز یه, یه جالب به شما بگم پسر من ما یه, یه نشریه داشتیم به نام آزادی و این آزادی تا چند, سال تا سی شماره چاپ شد یکی از شماره هاش ویژه نامه است برای دکتر مصدق و آمدن دولت ملی یه قسمتی داره از خیلی اشخاص پرسیم راجع به دکتر مصدق شما چی یادتونه چه نظری دارین اینا نظرات همش تو این نوشته آمده و چندین نفر هستن زیاده یکی از اینها پسر خاله بزرگ من بود آقای زندیات مجید بیات که بنیاد مصدق رو هم در ژنو تاسیس کرد ایشون چون بزرگترین نوه بودن ما بچه کوچیک بودیم در اون دوران ایشون بزرگترین نوه بودن با منزل دکتر مصدق هم زندگی میکردن در همون باقی که ایشون در خیابان پاستور اجاره کرده بود خاطراتی از این دوران دار با به یک سبک خیلی خاص نوشتاری که سبکش هم خیلی جالبه و نشون میده که وضع زندگی دکتر مصدق در این دوران سکوت چی بود چون حتی ببینین شما میرفتین بیرون یا آدما میومدن یه چیزهایی به شما میگفتن شما یه می میگفتین این میرفت به تامینات میومدن سراغ شما شما رو توقیف میکردن میبردن مجید بیات به عنوان یک کود... پسر بچه جا ج... 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 در واقع تماشا میکرد و برداشته خودش رو از این قضایه داشت که اینن اون برداشته رو کاغذ آورد در این شماره یه آزادی فکر میکنم تو کتابخونه های امریکان باشه چون ما میفرستادیم نگه داشتن نداشتن نمیدونم ولی یه کتاب در واقع یه کتاب خیلی فوقلاده خوبیه رو جمع مصدق خیلی چیزا اون تو هست مرگش زندگیش مخالفینش موافقینش نمیدونم برخوردش با مردم بعد از دوره چهاردهم دوره چهاردهم قانون گذاری که البته تمام گزارش دوره چهاردهم که دوره خیلی مهمیه در چیز اومده در سیاست, سیاست موازنه منفی که که استوان مجموعه است که که استوان جمع کرده زیر نظر خود دکتر مصدق در دو جلد حالا نمیدونم یه جلدی باشه یا دو جلدی باشه این خیلی, خیلی مهمه اینا همه اینا رو دارن سعی میکنم پیداش کنم 1941 1943 یعنی این سیاست موازنه منفی حتما در کتاب خونه های امریکا هست پیداش میکنم اه... بله در دوران 1941 تا 43 وقتی که روسا و انگلیسا و امریکایی کشور ما رو محاصر کردن در این دوران دکتر مصدق چیکار میکردن؟ آقای دکتر مصدق فعالیتش رو شروع کرده بود ولی به کار کشت و زر هم که در احمد آباد بود ادامه میداد و یک پاش در شهر بود یک پاش در احمد آباد. تاز... ولی از احمد آباد تکان نخورد تا زمانی که فرماندار نظامی جدید نامه بشنوش که آقا شما دیگه ممانعتی برای حدود رو شما اونجا وجود نداره در تهران وجود نداره میتونید تشریف بیاریم به تهران چون ایشون در احمد آباد، در بعد از اینکه که ایشون توقیف کردن به بیرجند بردن یک شانسی پیش اومد که از زندان آزاد شد چون کسانی رو که کس رضا شاه معمولا به ولایات به زندانهای ولایات توقیف میکرد بعد از یه مدتی هم دستور مرگشون رو میداد این محاکمات بعد از رضا شاه محاکمات بعد از سقوط رضا شاه از عوامل شهربانی کاملا اینو نشون میده که مثلا چه دستوری اومده که برین نصرت دولر رو بکشین برین مدرس رو بکشین برین کی رو بکشین همه اینا رو کشتن در ولایات شانسی پیش آمد که ایشون زنده موند و منتقل شد به احمد آباد و در احمد آباد تحت نظر معمورین شهربانی بودش ایشون سب میکنن که این محضور از بین بره و معمورین رو بردارن که فرمانداری نظامی به ریاست سپهبد امیر احمدی یه نامه می نویسه که ایشون رو خلاص بکنه از این قضیه به هر حال بگذاریم خانه تهران مجددا تأسیس میشه و همه میرن به تهران ایشون یه پا احمد آباد یه پا تهران هم به کار زراعت میرسید هم به کار سیاست ولی هیچ وقت اعلام, اعلام کاندیداتوری برای مجلس چارده هم نکرد دو, فرد رو، دو سه نفر رو که از اون مخالفین بودن مخالفین اون جلسه بودن مردم تقریبا به اتفاق آرا انتخاب کردن برای مجلس چهاردهم. انتخابات مجلس چهاردهم سال 1322 بود چون وقتی که رضا شاه شد قبلا انتخابات به اصطلاح انتخابات دوره سیزدهم رو انجام داده بود و وکلا اونجا حاضر آماده بودن بیان هاشون رو بگیرن ولی مجلس افتتاح نشده بود ولی فروغی که نخست شد و رضا همه چیز رو سپرد به فروغی و گذاشت رفت یعنی بردنش به جزیره موریس فروغی صلاح ندونست که این مجلس رو افتتاح نکنه همه جا صحبت از این بود که این مجلس با این رأی آزاد مردم اصلا با رأی تعیین نشده مجلس رضاشاه و بایستی منحل بشه و انتخابات از مجددن شروع بشه در نتیجه کسانی مثل دکتر مصدق دو سال بایستی که اصولا زندگیشون تو پارلمان شکل گرفته بود الان و خدماتشون از طریق پارلمان انجام میشد با صبر میکردن تا انتخابات دوره چهاردهم پیش بیاد و سیزده همی ها رفتن و خیلی هاشون کوشش کردن با سخنرانی هاشون با بد و بیره هایی که رله رزاشا گفتن و این چیزایی کردن خودشون رو تطهیر بکنن و آماده بکنن برای دوران دموکراسی. این هم یک، یکی از خواست مجلس سیزده بود که فرصت داد به کسانی که جزو عوامل دیکتاتوری محسوب می شدن بیان خودشون رو تحتیر بکنن ولی دکتر مصدق و محتمان الملک دو فرد بودن از مخالفین اون دوره که معتمن الملک تمارز کرده بود دکتر مصدق سخنرانی کرده بود ولی مردم به هر دو رأی بزرگ دادن رای اول به دکتر مصدق و رای دوم به معتمن الملک برای عضویت در مجلس چارده هم. یعنی طوری شده بود که وقتی که می به حوزه انتخابات رای بنویسن مثل اینکه می نیستی بسم الله الرحمن الرحیم می نیستن دکتر محمد مصدق و حسین پیرنیا معتمن الملک تمام اوراق رای اینطوری شده بود حسین پیرنیا معتمن الملک 1943 روسا از ایران خارج نمیشن دولت مهاباد تشکیل میدن آذربایجان رول دکتر مصدق و کوآپریشنش با قوام در این دوران چی بود دکتر مصدق با قوام مخالف بود در اون دوره و به این علت که قوام آمد و قرارداد نفت نوشت و و هم حزب درست کرد و زمنان هم یک کابینه آورد که بر حال فرامین خودش رو اجرا بکنن این خیلی رول مشخصی بود که در اون دوران وجود داشت برای دکتر مصدق و چون قوام با عجله انتخاب شده بود توسط مجلس چهاردهم دکتر مصدق هم حتما کمک کرده بود به انتخابش ولی دکتر مصدق مخالف بود با این قرارداد و میدیدید که این قرارداد درست نفی اون قرارداد اصلی رو که به تصویب مجلس رسید یعنی اون قانونی که به تصویب مجلس رسیده که به تعیین تعیین جرم کرده بود و مجازات برای هر عضو دولت که وارد مسئله چیز بشه وارد مسئله نفت بشه و دادن امتیاز نفت خودش هم نامه نوشته بودش به به سفیر روس را سفیر شوروی در تهران که به اطلاع دولتش برسونه و صحبتش از این بود که شما چرا میخواین بیان نفت استخراج بکنین و امتیاز بگیرین شما بیاین و با ما همکاری بکنین که ما خودمون نفت خودمون رو بتونیم استخراج بکنیم و بفروشیم و هزینه شما رو هم هزینه کار به عنوان چیز ما خب این ایجاد این اختلافات کرد ولی اختلافات به حدی نبود که دکتر مصدق بیاد میدون تو کوچه موقعی دکتر مصدق فعال میشه که بعد از مدتی طولانی آ ببخشید. یکی از مسائل خیلی مهمی که اونجا مخالفت دکتر مصدق رو ایجاب میکرد این بود که قوام بایستی بلافاصله بعد از پایان مجلس چارده هم انتخابات مجلس پونزه هم رو انجام بده و قوام تفره رفت از این کار و مسئله و دکتر مصدق معتقد بود که در قیاب مجلس اتفاقاتی میتونه بیفته که آزادی و استقلال ما رو از بین میبره این نکته این مهمترین نکته بودش که ایشون رو برانگیخت که از قوام بخواهد که انتخابات بکنه و روزی که قوام تصف... قوام درست کرد و حزبی درست کرد که م... از... کارمنها... کارمندان دولت همه همه برده بودن و... به عضویت پذیرفته بود برای اینکه اینا میخواستن از امور اداریشون انجام بشه به هر صورت حزبی درست کرد به نام حزب دموکرات و این حزب یه حزب دولتی بود به هر حال داستانش خیلی مفصله و این کتاب میگم که استوان تمام اینا رو قشنگ مشخص میکنه از غذایا ولی انتخابات دوره پونزدهم که میشه در انتخابات کاری کردن رئیس سابق دیوان کشور رو آقای آمیز شفی آقای دول جانشاهی رو میذارن رئیس هیئت نظارت انتخابات به دلیل این بوده که آدم بوده بسیار ضعیف و نفس معاونش دکتر علی امینی میتونست تمام کارها رو انجام بده به هر صورت در این در این دوره خبر میارن که انتخابات رو قبلا صندوق رو پر کردن و بعد مهرموم کردن و همین طور هم بود و همین باعث سقوط قبام شد نهایتاً. باعث سقوط قوام شد نهایتا و دانشجویان دانشگاه تهران فعالیت سیاسی رو شروع کرده بودند و دکتر مصدق رو به عنوان کاندیدای خودشون مطرح کرده بودن و عده زیادی از استادان رو کاندیدا کرده بودن برای دوازده نفر تهران و جاهای دیگه و یه شور انتخابات به اوجش رسیده بود در صورتی که انتخابات با تقلب داشت انجام میشد و آرا رو که خوندن خیلی جالبه دکتر مصدقی که دوره چهاردهم رای اول رو با فاصله خیلی زیاد از بقیه آورده بود در این دوره وقتی آرا رو خوندن نفر سیزده هم, هم نبود نفر چارده هم, هم, نبود نفر پونزده هم, هم نبود در صورت که دوازده تا وکیل برای تهران میخواستن و طوری رای رای, رأی رو پر کرده بودن که اینا هرچی رای به تعداد رای دهنده در تهران مشخص بود چه چند نفره هرچی رای به صندوق بریزن به میزان اون رأی رو که اونجا خودشون ریخته بودن و بعدا هم ریخته بودن نمیشد و در نتیجه آدمایی که باسی وکیل اول تا دوازده تهران بودن از وکیل از چارده به بعد بودن پونزه به بعد بودن چون این فاصله هم گشته بودن بین دوازده و, و چارده و چارده یا پونزه و شونزه که اگر یک کسی فوت کرد یک کسی مریض شد یک کسی استعفا کرد باز هم اینها هیچ کدومشون مخالفین هیچ کدومشون چیز نشن انتخاب نشن و در تمام کشور اینطور شد ولی همه مجلس پونزهی رو که دوام سلطنه به این صورت انتخاب کرده بود با فعالیت هایی که مصدق و مصدقی ها و ملیون بیرون انجام میدادند برای مسئله مسائل مختلف همین مجلس خود قوام سلطنه رو معذول کرد و آدم عدم اعتماد داد بعد از مدتی و یه قانون جدید یک لایحه جدیدی رو تصویب کردن که تکلیف مسئله نفت رو مشخص بکنه و, با اون لایحه دکتر مصدق رو که قبلا به تصویب مجلس چهاردهم رسیده بود حفظ بکنن و محفوظ بدارن و در اونجا بود که اعلام کردن که بایستی دولت برود برای استیفای حقوق از دست رفته ایران در قرارداد 1912 بود 1933 جبران بکنه رزمارا یکی از چیزایی که من تو تاریخ میبینم نه مصدق طرفدار رزمارا بود نه کاشانی و بهبانی طرفدار رزمارا بودن نه شاه و نه مصدق و تمام ملیون و دیگران ترور شدن اون دو روز بعدش نفت ملی میکنن راجع به این بمایه توضیحی بدید اون مسئله رزمارا خیلی روشن زیاد هم راجبش نوشته شده کتاب راجبش در آمده و اینها موضوع اصلیش نیست که رزمارا برخلاف تمام سنت های مشروطیت آمد به دخوز رسید مسئله رأی اعتماد رأی تمایل رو پا گذاشتن و فرمان نخست رو, رو گرفتن و, و بعد هم اینها تمام سیاسیون تمام یعنی اون جامعه سیاسی ایران که تعیین تکلیف میکرد برای مجلس و عضویت در مجلس و حکومت پارلمانی و پیش بردش، اینها همه ترس داشتن که یه رضاخان دوم به شکل رزمارا خواهد آمد خواهد ماند و به همین علت هم رزمارا رو دوست نداشتن و با رزمارا مخالفت میکردن دکتر مصدق جدا از اینها نبود و خب نقشش در این قانونی که مجلس پونزدهم در جلسه ای که این قرارداد استالین و قوام سلطنه رو مردود میکرد تکلیف کرد که دولت بعدی اولین دولت دولت, دولت, دولت بایستی بره برای استیفای حقوق ایران با اینا مذاکره بکنه آمد... آمدن رزمارا ها بر اثر یه اتفاقی بود که در این دوران به این صورت به, به این خاطر شروع شد و انجام, انجام شد حالا چه میخوای من بگم روشن نیستش بگی... اون کافیه من دو تا سوال دیگه از شما دارم ببینید مسئله این تنها نیستش که رزم... رزم... رزمارا اومد این, این کار کردش بینید یه دولت منصور اومد قبل از رزمارا بعد از مخالفت هایی که در پایان دوری پانزدهم شد و نامه هایی که دکتر مصدق به مجلس نوشت و به اصطلاح اون جلسه طولانی که سخنرانی ها به جای رسید که دوری مجلس تموم بشه و مجلس نتونه به نفع انگلیس ها رعی بده چون مجلس خیلی سر چیز انگلیس بود خیلی انگلیسی شده بود اون مجلس دیگه قرار اینا همش از همش چیزای بقایه بود که در اون دوران گذشت و تو این کتابا هست همش وقتی که شاه برکنار میزه اخراجش میکنه خب اون اون طبق قانون بود چی شد که در این مرحله زندگیش برای اولین بار خارج از قانون رفت جلو شاه طبق قانون اساسی از نسبه وزرا رو جزء از رونست به وزرا جزء اختیارات اختیاراتش نیست جزء وظایفشه یعنی فرمانش رو صادر میکنه شاه مسئول نیست شاه یه مقام مسئول نیست نماینده مردم یعنی یعنی حاکمیت لوحه حاکمیت به شاه سپرده شده که از که در فوق, فوق تمام دستگاه حکومت ایران حافظ حافظ همه چیز باشه و به همین علت هم گفتن که مس... عدم مسئولیت و این همون قانون اساسی میگه که فرامین شاه هیچ کدوم قابل اجرا نیستن مگر اینکه وزیر مسئول یا مسئولین مربوطه آن رو هم امضا تایید و امضا کرده باشه این خیلی روشن چیز قانون قانون اساسی چیزی اینجا داریم اگه بخوایم ببینیم در نتیجه دکتر مصدق خلاف قانون کاری نکردش بعضی استدلال میکنن که در غیاب مجلس شاه حق داشت این کارو بکنه در غیاب مجلس شاه حق نداشت با دولت مجددا مجلس رو تشکیل بده چون باز هم از ایجاد مسئولیت میکردش این قضیه این خیلی جواب ساده ای داره شما خیلی روشن قانون میگه که آقا شخص پادشاه حق فرامین پادشاه فقط موقع اجرا میشه که وزیر مسئول قبول کرده باشه مسئولیتش اونی که میگن که دکتر مصدق تشکیل مجلس جدید و عقب مینداخت نظر شما در این چیه هم دروغه عقب نمینداخت مجلس مجلس جلو انداخت که مجلس رو با تعدادی که در واقع رسمیت به مجلس میدادن افتتاح کرد و بعدش هم وقتی که مجلس کارشکنی میکرد در کارها به مردم واگذار کرد که بیان انتخاب بکنن بین مجلس و دولت که اگر مردم به مجلس رای دادن به اون اقلیت مجلس رای دادن بذاره بره اگه به دولت رای دادن که انتخابات جدید انجام بده برای در همون نوشته ای که برای این قضیه هستش مسئله انتخابات جدید هم هستش یعنی بلافاصله بود انتخابات میشد و مجلس اونجا به درد نمیخورد به دلیل اینکه یه اقلیتی توی این مجلس تعداد اعضاش کافی بود برای اینکه جلسه تشکیل بدن ولی تعداد اعضاش کافی نبود برای اینکه کافی نبود برای, برای اینکه بر چیز بکنن خارج از رسمیت بتونه انجا... کاری انجام بده یعنی این خیلی ساده است مجلس یه اقلیتی در اونجا بود که لوایه مجلس بایدی تصفیح... به تصویب لوایه دولت با تصویب بکنه در جلسه شرکت نمی کردن. و جلسه در نتیجه با عدم حضور دو نفر یا سه نفر از رسمیت می افتاد و کار, کار دولت ابزار کارش مجلسه و مجلسی نبود به اون صورت که بیاد و, و, بیاد و نظارت بکنه در امور مرسی از این توضیح این خیلی توضیح مهمی بود برای این داستان ما سوال پایان ما و اون وقت اون وقت یه نکته دیگه هم یه نکته دیگه هم بودش اینجا ما چیز نکردیم بیان نکردیم این بود که نه دیگه نه در این زمینه نیستش زمینش فرق میکنه نه میگم حالا در این زمینه نیستش زمینه دیگه ایه. به شما میگم من وقتی که فکرم احمد آباد میکنم یه طوری دلم میگیره دکتر مصدق همیشه ایمانش در مردم بود اون روزهای آخر چی تو فکرش میگذشت در مورد مردم دل پری داشت یک گاهی یه ابرازی می ایشون ولی همیشه ایشون کاری که نظرش این بود که امید و حرفی که آخرین آخر حرفش این بود که امید و آتیه مملکت با نسل جوانه و مملکت مال اونها از خودشون اداره میکنن دیگه از ما گذشته و گفت امید و آتیه مل مملکت با نسل جوانه هنوز امید داشت بله این بیان ایشون بود و در حیرت بود که خب دیکتاتوری به اون صورت داره جلو میره آیا وقتی نداری سفاش گذارم از وقتتون شما سه ساعت به قدما دیگه اعتقادی به قدما نداشت به نسل جوان و به همین علت هم شما میبینید که سازمان دانشجویان جبهه ملی ایران رو چقدر تقویت میکنه و چقدر ازشون حمایت میکنه و بی حمایت میکنه و تقویت میکنه در دعوایی که اینها با رهبری جبهه پیدا کردن به علت عدم حرکت اونها چرا یاد مصدق از ذهن کشور ما مملکت ما نمیره؟ خب دیگه این سیر تاریخ بوده ببینید دکتر مصدق یه نامه ای داره یه نامه ای هست از دکتر مصدق که به سازمان دانشجویان دانش... سازمان دانشجویان نوشته سازمان دانشجویان جبهه ملی که الان دیگه اتونوم یعنی اعلام خود مختاری کرده نسبت به رهبری جبهه ملی و داره فعالیت میکنه و اونام پشت اینا رو خالی کردن ایشون امضا بعد از متن نامه که خیلی خودش اهمیت داره میشه کسی که شما رو خیلی دوست دارد امضا دکتر محمد مصدق